سلام بر وطن عزیز، من حسن بوجران هستم، یکی از دانشپژوهان کش فاندیشن. امروز روز پنجم آگست سال 2019 افتخار دارم در خدمتون هستم و دانش پلاسما رو دوباره پیگیری میکنیم. امروز من یک پریزنتیشن براتون آماده کردم که ببینیم البته وقت میکنیم به این برسیم که این 284مین Knowledge Seeker Workshop بوده که همین چند هفته پیش آقای کشی ارائه دادن، که دنباله در واقع این 283 هستش. قبل از که اینو بخوایم ادامه بدیم، ببینم شما راجع به اون پریزنتیشن هفته گذشته راجع به شوری و رقیق بودن نمک اگر سوالی چیزی ندارین بعد میتونیم ادامه بدیم. البته آقای فرهمند یک ارائه دارن راجع به درست کردن گنسا که خیلی جالبه و ایشون اینو ارائه میدن اول برنامه. اگر سوالی راجع به نمک و ارائه هفته پیش دارین، اگر دستتون بلند کنین یا سوالتون رو بکنین، میتونیم بونا صحبت بکنیم قبل از که ادامه بدیم. صدای منو میگیرین شما؟ بله، صدای شما رو که من دارم جناب مجلا. اوکی، چون یه تکست بنام نشه نشه بچه ها صدا قطع. اوکی بله، بکنم آقای سعیدی سوال دارن راجع به ارائه هفته پیش. سلام آقای سعیدی، بفرمایید سوالتون رو. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر. سلام، شب شما بخیر. انشاءالله که سلامت باشید. آقای دکتر، هفته قبل یه صحبتی بود درباره که اختلاف عرضم خدمت شما گفتن سدیم، کلرید سدیم، کلرید کلر و سدیم، فرمودید که آهن میشه این اختلافی که هست. یعنی اگر یه ریاکتوری ما درست کنیم، یه طرفش سدیم قرار بدیم، یه قسمت دیگه قسمت دیگه کلور قرار بدیم، اون قسمت وسط به ما گنس آهن میده، این طوری من متوجه شدم، درسته؟ نه، ما ببین گفتیم که توی نمک بدن اون رابطه که بین روح هست و اون فیزیکالیتی، اون یک پولی که بینا هستش، فاصله چه هستش، چیزی که نمیدونم بس میکنه، گفتیم اون نمکه و اون نمکه. درسته، گفتیم نمک چون ما در حالت پلاسما بهش نگاه میکنیم، نمک میتونه خودش رو نشوندن که چجوری نمک خودش رو به صورت فلزات نشون میده. خب وقتی گفتیم که ما یه دونه سدیم و یه کلور داریم توی حالت این ترکیب، اینا چی در واقع نگاه کردیم به وزن اتمیشون، دیدیم اینا میشه 57 که در واقع میشه آهن. 57 که میگیم اینا یه ایزوتوپ داره، خود آهن هم یه ایزوتوپ های مختلف داره، بنابراین دیدیم نزدیک به آهن میشه. و اگه دیده متوجه بودین سدیم و پتاسیم دو تا نمکی که تو بدن هستن، اینا ترکیبشون شد مس و زینک. پس بنابراین بدن از لحاظ پلازمای، از لحاظ میدانهای مغناطیسی، این دو تا که تو اون شرایط باشه در واقع جمع میشه، اینا میتونن اون حالت مس و زینک رو بدن که اون موقع چه بافتای دیگه بدن به وجود میارن. خب ماهیچه ها به وجود میاد، سلولای مغز به وجود میاد، یه در قسمتی که مثلا سدیم و کلر وجود داره آهن. آهن چی به ما میده؟ هموگلوبین رو میده. خب اگه نگاه کنیم مثلا ما تو خونمون کلر هست، خود کلر بر خودش یک وظیفه‌ای داره، نمکی که تو هستش، و میبینه که نمک ها چه مهمترین چیز در ساخت فیزیکالیتی بشر هستن. و در چیزی که نتیجه گرفتیم دیدیم که زندگی بدون نمک وجود نداره و در سراسر دنیا این نمکه که باعث این چرخه میشه، زندگی میشه. و گفتیم که آیا خداوند با به وجود آوردن نمک‌های مختلف در واقع در بودای مختلف زندگی رو به وجود آورده، شکل‌های مختلف زندگی به وجود میاد، که گفتیم جوابش در همینه. پس اگه ما نمک‌های مختلف رو بشناسیم، اون موقع است که میتونیم خودمون رو
در ابعاد مختلف در فضا آشکار کنیم و این چیز خیلی اساسی هستش. بدون نمک در واقع چیه؟ هیچ آشکاری فیزیکالیتی وجود نداره. این جواب سوالتون رو دارید آقای؟ بله. آقای دکتر یه سوالی هم خدمتتون. من به شما که گوش می‌کردم به این ذهنیت رسیدم، ما غذایی که می‌خوریم، آقای دکتر که فرمودن که غذا مثل اینکه وارد دهن میشه و در دهن جویده میشه و بزاق که ترکیب میشه و اینها تبدیل به گنس میشه، بعد وقتی وارد معده میشه و عملیات هضم انتهاب میفته و وارد روده ها میشه، این حالت ازم خدمت شما فیلدهای غذایی، فیلدهای مواد غذایی انرژی که هستن، این فیلدها جذب بدن میشن، درسته؟ تا اینجا من درست متوجه شدم؟ درسته. وقتی غذا وارد بدن میشه در واقع چیه؟ میشه پلاسما. و درسته. وقتی که وارد معده میشه، ما معده ما چجوری میگیره؟ انرژی اینو میگیره. غذا وارد جدارهای معده و روده نمیشه. درسته. خب بعد حالا یه صحبتی که هستش، پس داخل بدن ما، آقای دکتر فرمودم که در داخل بدن ما هیچ بنزه یه میخ هم شما آهنگیر نمیارید، همش فیلده و هر عضوی که میره بدن به تناسب نیازی که داره از این فیلدی که هستش آهن درست میکنه یا مس درست میکنه یا مثلا فسفر درست، مثلا مغز فسفر درست میکنه. تا اینجاش من درست متوجه شدم آقای دکتر؟ درسته. خود اصلا نگاه کنین دیدین که ترکیبات خود همین نمک هم که ما صحبت میکنیم، مثلا سدیم و پتاسیم چیه ترکیباتش؟ خب مس و میده زینک. برای اینکه نگاه کنین ایزوتوپای اینا 62 و 63 تا 65 ایزوتوپای مختلف، این همون ایزوتوپای چی میشه؟ کلسیوم و زینک میشن. درست؟ پس این هم همون جوری دیگه، شما انرژی رو تبدیل میشه به در واقع اون فیل، در واقع چیکار میکنه؟ اون کرکتره، اون شخصیت همون گلز رو به شما میده، انرژی که اون داره. ما میتونیم از یه چیزی به یه چیزی دیگه تولید بکنیم، تبدیل بکنیم. پس آقای دکتر، پس این افرادی که دچار فقر، مثلا فقر آهن میشن اینا، اینها بدنشون متعادل نیست، درسته؟ بدن از لحاظ فیزیکالیتی بدن مشکل برمیخوره که بدن نمیتونه از اون چیزی که هست، انرژیی که داخلش هست، پیلتایی که هستش، مثلا آهن رو درست بکنه، به همین خاطر به مشکل میخوره. تا اینجا من درست بالانس نیست. درست. مثلا شما یه سری بیماری هستن که اینا زاتوریه دارن، خب هوا وجود داره، ولی چیزی که هستش چون که اونها نمیتونن این هوا رو طریق ریه‌شون بگیرن، چی میشه؟ اکسیژن و هیدروژن در ریه‌شون تبدیل میشه به آب، بعد اینو شروع میکنن به آب تولید کردن. ولی به محضی که شما میای سیستم اون مریض رو بالانس بکنی، خب از لحاظ ایموشنالی چی میشه؟ این بدن میتونه اون انرژی اکسیژن رو دریافت بکنه. خب بله. از اون بالانس بودنه که این باعث میشه. خب آقای دکتر، حالا چطور میشه این بدن رو بالانس کرد؟ اگه بخوام مثلا به صورت مختصر بخوام بفرمایید بدن رو بالانس کرد، بالاخره ما اگر اتفاقا اگر متوجه بودین این تو این ارائه هفته گذشته گفتیم چی؟ اگر که دکترها بدونن راجع به که معده ما چجوری کار میکنه و چجوری ما جواب بیماری ها رو میتونیم بدیم، خب که چرا ما مریض میشیم، چرا غذایی که مثلا میخوریم، سیستمی که بدن داشت گفتیم چی بود؟ در واقع بدن ما ضعیفه، خب پلازمای ضعیفه، چون پلازمای ضعیفه 80% بقیه پلازما رو غذا رو از بیرون میگیره. از بیرون میگیره، درسته. و چون معده ما در واقع غذا که وارد اون معده و روده‌های ما میشه، اون اولیش خودش رو به ضعف میزنه، حالت ضعف دادن. و گفتیم بیشتر اون پلازما طریق بدن داره جذبشون میکنه دیگه. خب حالا چون ضعفی داره باعث میشه انرژی بیاد. گفتیم غذا در واقع تو اون روده اولی مثل یه دونه تله میمونه. نگاه تله میخوای بذاری، این تله گذاشته شده که 80% گرفته بشه. درسته. خب حالا کار روده دوم چیه؟ ما وقتی گفتیم تله رو میذاریم، مثلا شما اگه یه دونه فرض کن یه دونه سیب مثلا میای تو معده میذاری، انرژی اون سیب یه انرژی داره، یک میدان مغناطیسی داره. خب میدان جاذبه مغناطیسی سیب باعث میشه بقیه اون میدانها رو به خودش جذب کنه. خب حالا درسته. شما به جای سیب اگه موز بذاری توی بدن چه میشه؟ اون موز میاد میدانهای مغناطیسی شبیه خود موز بقیهش رو جذب بدن میکنه، هر چیزی که هستش اونو جذب میکنه. پس بنابراین ما میبینیم که با غذا خوردنمون، چیزی که میخوریم، چیزی که وارد بدنمون میشه، میتونیم انرژی مناسبتر رو جذب کنیم. حالا
روده بعدی چی کار کرد؟ روده بعدی چون ضعیفه لیمفای ما، لیمفا چی کار میکنن؟ میخوان به این غذا بدن روده بعدی، ولی حرکتش ضعیف بودنش فرق میکنه. چون لیمفای دیگه میخوان به این غذا بدن، چی میدن؟ تمام انرژیایی رو که حتی از دنیا اومده اینا وارد چی میشه؟ وارد روده دوم میشه، درست؟ پس بنابراین چیزایی رو که حتی از دنیا اومده، از توی وسط دنیا اومده که بشر نخورده، شما نخوردیم، یه غذات نبوده، ولی مناسب بدنت هم نبوده، بدنت نمیخواسته. پس بنابراین یه سری ما انرژی رو از توی وسط دنیا میگیریم تو بدن خودمون و روده بزرگ چیکار میکنه؟ اینو شروع میکنه به دفع کردن به خاطر اون مکانیزمی که داره، پلازمای ضعیف‌تره، لیمفا میان تمام اونا رو به اون میدن. ما بنابراین چیزی که از خودمون خارج میکنیم، مدفوع و ادرار بشر، یه سری انرژیای دنیایی رو داره که ما اینو خارج میکنیم، درست؟ بله بله. خب پس میبینیم ما با خوردن غذای مناسب میتونیم انرژیای مناسب رو وارد بدنمون بکنیم و این باز جواب مریضی ها رو میده، چرا ما سری کمبودا رو داریم. آقای دکتر، حالا یه سوالی خدمتتون، اگر یه کسی بتونه بدنش رو به حال تعادل برسونه، پس باید بدونم با حداقل غذا تمام فیلدها رو بگیره، درسته دیگه؟ پس دیگه این همه تنوع غذایی هم از بین میره تقریبا. ما اصلا خب سوال این غذا رو بخورید، درسته؟ این غذا رو بخورید، غذا خوردن نداریم. خب بله، بهتره به غذا خوردن نداریم که جواب اون بود که در آخرش چی بود. اگه ما یک میدان رو درست بکنیم، یک مثلا کمدی رو، یک اتاق رو، یه جایی باشه که شما در اونجا میدانهایی رو به وجود آوردی که وقتی وارد اون میشی هر چی که میخوای وارد بدن شما میشه، در واقع میاد تو بدن شما، همون تله رو میذاره، همون یک انرژی ضعیف رو میذاره، شما بقیهش رو چیکار میکنی؟ از دنیا میگیری. درسته. مثل اون ورکشاپی که خودتون فرمودید، نشون دادید، عکسی که نشون دادید، یک گیاهی رو آویزان بود بدونی که ریشه داشته باشه، تو هوا معلق بود، داشت روش میکرد، روش خوش میکرد. درسته. برای اینکه اون میدانهایی که اطرافش بود چی بود؟ اون میدانها بهش قضا میدن. مثلا ما روح ما چجوری قضا میگیره؟ در واقع روح ما، پس از نگاه کنی از لازه پلازمای ضعیف، روح ما چون خودش بالت ضعف زده، انرژی از دنیا میگیره. اصلا تمام مکانیزم دنیا بر همین اصله. یعنی شما نگاه کنین فعل و انفعالات بین کهکشان ها، فعل و انفعالات بین ستاره های دیگه، تمام موجودات دنیا بر همین اساسه، بر همین نسبته همه چی. یعنی اینجوری نیست که شما بگی که ما داریم سعی میکنیم انرژی قوی تر رو بخوریم، خودمون رو قوی تر بکنیم. در واقع چی هستش؟ اون انرژی ضعیفه که چیه؟ شما ضعیف که باشی انرژی بیشتری رو از بیرون میگیری. و دیدیم همین سلسله و همین رویه وجود داره در سایکل، در چرخش زندگی توی زمین، که ما دیدیم که از آفریقا اون شنایی که میاد، اون سر، اون قبارایی که میاد، چجوری این سیستم رو داره، و اون قبارا که میاد به اقیانوس اطلس باعث وجود زندگی میشه، فیتوپلانکتون ها، و این چرخش ماهی ها هستش که اونا غذا میخورن، و این قبارها در آمازون باعث زندگی تو جنگل های اونجا میشه. و سوال این بود که خب این همه قبار که داره از اونجا بلند میشه، بالاخره بعد از میلیون میلیون سال قباره باید تموم بشه دیگه، از یه جایی داره در میاد. ولی گفتیم نه، چون دوباره اون انرژی که برمیگرده به آفریقا، این سلس، این چیزی که سایکله، این خودش یه سایکله، یک چرخشی، این انرژی که برمیگرده خود آفریقا، خود زمین در اون صحرای آفریقا یک میدانای مغناطیسی دارن که اونا چکار میکنن؟ اون انرژی رو دوباره تبدیلش میکنن به اون سنگ و شن، تبدیلش میکنن به غبار. همونطوری که شما تو بدن ما دیدیم که اون سایکل رو داریم، همونجوری هم توی آفریقا و توی کره زمین هم سایکل داریم، و همین سایکل هم در دنیا، همین سایکل هم هست، این سایکل داره همیشه ادامه پیدا میکنه. درسته. آقای دو حال تا الان از بچه های بنیاد کسی دونسته اون اتاق رو، اون فضایی که موجب بشه که فیلدهای مورد نیاز بدن برسه رو درست کنن؟
حالا روی این کار شده؟ این در الان عمل هست، در پروسه هستش که در فکر کنم هفته های آینده این دستگاه رو فکر کنم نشون میدن، ولی این چیزی هستش که در عمل هست. حتی این دستگاهی که صحبت رو میکنیم، این دستگاهی هستش که حتی بیماری ها رو خوب میکنه، شما قسمت فیزیکالیتون رو تعمیر میکنه و حتی میتونه روحتون رو روشنگر کنه، میتونه مثلا باعث بشه که شما اینو تمام نیازهای بشر رو این دستگاه که در حال پروسه هستش و دارن روش کار میکنن این هم انجام بده. درست آقای دکتر، هم صحبتی که دارم فهمودن که این مگرا ما کمترین چیزی که توقع داشتیم این بودش که بیاد مثلا انرژی برق رو کاهش بده، برای یه چیزای دیگه ساخته شد. از مگرا برای میدان میراثی که ایجاد میکرد ساخته شد خود مگرا. بله آقای دکتر، ممنونم، متشکرم، وقت شما نمیگیرم، تشکر، خواهش. خیلی لطف کردید. خواهش میکنم. خب آقای سمن، اگه شما راجع به هفته پیش سوالی دارین، من شما رو میارم پنلیست میکنم، میتونین سوالتون رو بفرمایید. سلام آقای سمن. بله صدایتون دارم، بفرمایید. من خوب میاد؟ صداتون خوب میاد. سلام عرض میکنم هم به شما هم به سلام دوستان عزیز که الان در خدمتتون هستم. چند تا سوال دارم استاد، حالا راجع به سلامتی هستش. حالا میتونم اینا رو اگر خواهش بکنم میشه اینا رو همون درس هفته پیش ما گفتیم، خب شما ارائه بعدی ما راجع به همونه که اینجوری تمرکز میدیم روی یک موضوع که اینا به حالت زنجیره داریم اینا چیکار میکنیم، میبافیمشون. چون نمیخوام بگم که من راجع به مگراب هم سوال دارم. خب اینا رو میتونیم بذاریم برای بعدن. خب ولی سوال راجع به مثلا نمک و شوری نمک و ارائه هفته گذشته اگر سوالی دارین من در خدمتون هستم. آن راجع به نمک هم خب باز من تو این هفته هم باز کلن تو سطح اینترنت تحقیق کردم، استاد خیلی سخته، ما مثلا نیست، من مطلب نیست من انواع نمک رو بشنستم، حالا کلا زیرو رو کردم گوگل. حالا شما یه منبع سورس چیزی دارین در اختیار ما بذارید شما حداقل بشناسین نمک‌ها رو. تنها چیز که مثلا خب یه سری نمک‌ها رو ما گفتیم، خب میگن 12 تا نمک توی بدن ما وجود داره، خب میگن خیلی بیشتره، ولی چیزایی که تا حالا میگن پیدا کردن میگن 12 تا. شما میتونین طریق توی اینترنت اگر سرچ بکنین جای دیگه، کسایی که معمولا اونایی که توی داروهای گیاهی کار میکنن این نمک ها رو خب خیلی پیدا کردن، ولی این کل مطلب اینه که چجوری نمک و شوری نمک و رقیق کردن این باعث اصلا زندگی و سایکل میشه. اینو ما میخواستیم بیاریم جلو و نشون بدیم که چجوری نمک این باعث میشه و نمک های دیگه اونو شما اگر میتونین تحقیق بکنین نمک ها رو در بیارین یا کسایی که اطلاعات دارن. ولی خب خیلیش الان اینجا هست. حالا ما تو هفته پیش یاد گرفتیم که ما اگر بدونیم چه بافتی از بدن درش چه نمکی به کار رفته، ما کارمون خیلی برای درمان راحت میشه، درسته؟ بعد شناخت این که به عنوان مثال در قلب یا مثلا در موی سر، در پوست، در مغز، اینا ما اینو باید از کجا بفهمیم که در چه اندامی از ما چه نوع نمکی وجود داره که بعد بریم اونو پیداش کنیم. اینم فکر می‌کنم سوال اصلی اینه که ما الان فقط یه سوال بزرگ داریم، نمک چیه؟ یعنی چه نمکی الان درون بدن ما هست ولی ما نمیدونیم، چون خیلی از اینا سوال اصلی اینه که ما از کجا بفهمیم که درون عضلات ما دقیقاً چه نمکیه که ما فلان بیماری رو داریم مستقیما گنسش رو بسازیم، حالا که اونو به صورت هدفمند درمان کنیم. حالا ما ما اگه اینو یک راهی باشه بفهمیم که اون باف، اون ارگان، جگر، کلیه، عضله، حالا مثلا قلب، استخوان، اینا چه نمکی درشون به کار رفته، حالا من حالا اگه با آزمایش باشه، حالا اینو باز من چون که توضیح پزشکی اصلا ندارم، اگه ما اینو بفهمیم باز پیدا کردن نمکش خیلی راحت تر میشه. من یه سوال از شما میکنم.
جانم. سوالم اینه که در نهایت وقتی یک نفر مریضه و خوب میشه، کیه که این سلامتی رو آورده؟ کیه که اینو خوب میکنه؟ خب والا نمیدونم حالا. ببین تمام بدن ما، ببین ما به چی متصل هستیم؟ ما به روح متصل هستیم. خب روح ما، روح ما در واقع بلوپرینت تمام اطلاعات بدن ما رو داره. خب وقتی که در واقع مثلا یه نفر میخواد خوب بشه، در نهایت چیه؟ در واقع روح اون، اونه که خوب میکنه. پس شما اگه به روح، مثلا این دستگاهی که درست کردن یا در حال درست کردنش هستن، این دستگاه چیکار میکنه؟ میاد از بود روح فیزیکالی بشر رو تعمیر میکنه. در واقع از روحه که میرسه به اونجا. وقتی ما میگیم نمک، نباید به حالت فیزیکالیتی بریم دنبالش. در اصلش میشه اگه ما واقعا بفهمیم، کلیت اینو بفهمیم، میتونیم با به وجود آوردن نمک های مختلف. یعنی چه نمک های مختلف؟ یعنی در واقع میشه میدان های مغناطیسی جاذبیه مختلف که اون حالت نمک رو دارن، اون حالت پولو دارن، خودمون رو در اونجا جا کنیم، آشکار کنیم، سفر کنیم، حرکت کنیم و زندگی داشته باشیم. و چون تمام خود دنیا وجود، چیزی که اونجا وجود داره به خاطر چیه؟ اون نمکی که اونجاست. حالا اون نمکی که فرض کن در یه گوشه دنیاست، اون رقیقیش باعث شده یک موجودات رو به وجود بیاره که ما حتی به چشم خودمون رو نمیتونیم ببینیم. ولی وقتی که ما نمک رو اونا رو بتونیم در بیاریم که میشه چی؟ میشه خودش هم باز میشه میدان. یعنی ما چجوری میتونیم ادای اون میدان ها رو در بیاریم، کپی اون میدان ها رو در بیاریم که در اونجا خودمون رو ظاهر بکنیم؟ این اصلش این میشه. یعنی ما یه برخوردی میتونیم خیلی فیزیکی داشته باشیم، یه برخوردی اینه که چجوری ما بیایم به اصلش برسیم، بیایم پیش جنرال که مغز دیگه میاد، سول ماست، روح ماست، که اون خودش دیگه اینا رو تعمیر میکنه دیگه. سول میدونه چه نمکی، چه درصدی رو داره. حالا الان افرادی که مریض هستن و میمیرن، آیا اونا روح دارن دیگه؟ درسته؟ روح منتظر اینه که ما باید بریم دنبالش، بهش دستور بدیم که منو خوب کن. اینجوریه اون روح اگه خودش چیزه. خب ببین یه موقع روح خودش به این نقطه رسیده که میدونی که نه، روح رسیده که مثلا وقتش تموم شده، اینجا به اون بلوغ رسیده، بالغ شده. خب وقتی به اونجا میرسه روح دیگه نمیمونه. مثلا بعضی میان 40 سال زندگی میکنن، خب بلکه در اون 40 سالگی به اون بلوغ رسیدن و کارشون تموم شده، همین چیکار میکنن؟ حرکت میکنن، میرن دیگه، کارشون تو فیزیکالیتی تموم شده. مرگ با روح یا با یکی دیگه؟ یعنی ما رفتنمون و اومدنمون دقیقا همه اینا تعیین شده است. رفتن ما دقیقا تعیین شده است. اوکی. یعنی فکرم اینم برنامه ریزی شده که مثلا من اینجا چند سال باید باشم. درسته؟ یعنی ببین شما وقتی نگاه کن یه میبر رو درخت نگاه کن، مثلا یه درخت سیب نگاه که میکنی، یه سری سیبا به خاطر اون میدانهایی که گرفتن، میبینی اون گوشه هاست که نور خورده، انرژی بیشتر گرفته، سیبا رسیده. خب بعد میبینی یه سری سیبا شروع میکنه به افتادن زمین، چون به محضی که به اون بلوغ میرسه اون درخت چه جدا میشه، میفته زمین، به اینکه بلوغ رسیده، از درخت خارج شده. خب بلش میکنه. ولی بقیه سیبا هستن، به مرور زمان تمام این سیبا چیکار میکنن؟ وقتی که به اون بلوغ میرسن میفتن. ما هم همینجوری میشه. وقتی که به اون بلوغ و فهم برسیم، ما دیگه احتیاج نداریم. مثلا بعضی بچه‌ها وقتی که توی حتی رحم مادر هستن، قبل از که متولد بشن به اون بلوغشون رسیدن و دیگه اصلا احتیاج ندارن بیان تو دوران فیزیکالیتی یا متولد بشن، میبینیم اونجا میمیرن. این معناش این هست. اوکی. حالا استاد یه سوال دیگه. استاد تو همین سیستمی که ما الان توش هستیم، آیا امکانش هست ما به درجه برسیم که به روحمون دست پیدا کنیم، حالا بریم اون دنیا و باز بیایم اینجا؟ یعنی غیر از نتیجه تمام این درس ها اینه که ما بتونیم تسلط به روح خودمون داشته باشیم و بتونیم
خودمونو در فضاهای مختلف در جای مختلف بتونیم آشکار کنیم. خب حالا یه جورایی تناسخ به یه معنای دیگه، میدونی چی میگم دکتر؟ یعنی مثلا من الان دوست دارم برم مثلا تو یه کهکشان دیگه 40 سال زندگی کنم، همین الان دوست دارم این کارو کنم، کاملا مثلا برم باز بیام زمین، باز برم یه جای دیگه. یعنی ما میتونیم به اونجا برسیم یا فقط نه ما بعد انتخاب شدیم اینجا روی این؟ نه شما میتونید به اونجا برسید، شما میتونید اونجا برسید، شما میتونید برسید. خب ولی اگه نگاه تناسخ هست یا نه؟ ببین ما در ارائه بعدی چی گفتیم؟ در ارائه قبلی چی گفتیم؟ گفتیم که سایکل چجوری سایکل کامل میشه. خب در تمام دنیا یک سایکلیه، این سایکل کامل میشه. خب سایکل های مختلف هستش. خب این گردش های مختلف، یک گردشی مثلا شما میشه درست جلو چشمته، خب این گردش میتونه یه روزه باشه، یه گردش میبینی 100 سال است، یه گردش میبینی 1000 سال است، یه گردش میبینی 1 میلیون سال طول میکشه. پس گردش های مختلفه، ولی تمام این گردش ها دوباره بر میگرده به آغاز. یعنی اینه که میگن که خدا میگه که من هم شروعم خب هم آخرم، هم اتمام هستم. یعنی در واقع هر دوش هست. یعنی چه؟ ببین ما از چی اومدیم؟ یعنی تمام دنیا چجوری به وجود اومده؟ از یک اشعه، از یک ری که خارج شده اومده و این ری از دست دادن انرژیش کمتر و شکست شدنش تبدیل شده چی؟ پلازما. به پلازماهای مختلف تبدیل شده و همین جوری اومده و آخرش نهایتش شده به ماده و ما شدیم این. درست؟ پس یعنی چی؟ یعنی در نهایتا ما بر میگردیم به همون چیزی که ما رو آغاز کرده که میشیم همون ری. درست؟ حالا این ری از کجا اومده؟ این اشعه از کجا اومده؟ این اشعه از خالق اومده. خب؟ پس ما دوباره بر میگردیم به خالقمون. حالا شما اگه میخوای 500 سال، 5000 سال، 1 بیلیون سال هم توی مثلا کهکشان رو گردش بکنی، بری اون سیاره رو ببینی، اون کهکشان رو ببینی، نهایتش کجا میری؟ نه نهایتش، در نهایتش میری جزو چی میشی؟ جزو خالق میشی و دوباره این سایکل ادامه پیدا میکنه. دوباره اون ری از خالق جدا میشه و اون ری وقتی که به اون سلینیتی، به اون شوری، به اون نمکی که دنیا میخوره در اونجا تبدیل به یه زندگی میشه. اون زندگی سایکلش رو ادامه میده، دوباره بر میگرده به خود خالقش. درست؟ این سایکل، این گردشه. پس این روح اتمام داره؟ این هیچی اتمام نداره. خب ببین مثلا شما نگاه کن، ما الان شخصیت داریم، درست دکتر؟ ما هر کدومون یه شخصیت روحانی داریم دیگه. یعنی ما بعد از مرگ میریم به سمت خدا، یعنی ما اونجا حل میشیم، باز میام یه جای دیگه زندگی میکنیم یا اصلا کلا از بین میریم یا دیگه ثابت این روح ما هستش. من اینو متوجه شدم. ببین شما میشیم جزوی از خالق دوباره، یعنی همونطور که شما از خالق اومدین چرخه رو گفتین، یعنی ما باز برگردیم، باز میایم، یعنی من یک انسانی مثلا این روح به من هستش یا رو من نفهمیدم، یعنی ما از بین میمیریم در قالبی دیگه میایم، داستانش چیه؟ ببین اطلاعات شما، اطلاعاتی که در زمین جذب کردی، خب وقتی که شما میری به خالق ملحق میشی، تمام اطلاعات شما میشه جزو چی؟ جزو کتابخونه خالق. یعنی این گردش چی میشه؟ تمام احساسات شما، تمام تجربیات شما دوباره وقتی بر میگرده به خالق، شما میشه جزوی از خالق. ببین همونطور که سلول شما کجا اومدن؟ سلولای شما که جزو بدنت شدن، جزوی از شما شدن. در واقع شما چی هستی؟ شما که بدنت نیستی که، خب شما دستت که نیستی که، شما بر خودت روحت اون شما هستی. درست؟ حالا همونطور که سلول شما روح داره، روح اون شده جزوی از شما. پس حالا اون سلول چی میشه؟ حالا اون سلول هم میگه پس من اون شخصیتی که دارم، من اون خصوصیتی که دارم چی میشه؟ وقتی که ما میمیریم چی میشه؟ اون سلول ها تمام بدن ما دوباره تبدیل میشن چی؟
اینا گنسن دیگه، پلاسما هستن، اونا تبدیل دوباره به همون انرژی، اونا هم سایکلشون ادامه پیدا میکنن. خب مثلا من تصمیم میگیرم که جزء به یک پلاسمای بزرگتری بشم. خب وقتی که جزء به یه چیز بزرگتری میشم، وقتی که مثلا چی از جایی که اومدم دوباره به اون ملحق میشم، درسته؟ بله. بله ما بخوایم منفرد نگاه کنیم، خودمونو چی میگن مجزا نگاه کنیم، ولی ما هیچ وقت مجزا نبودیم، مجزا نیستیم، ولی ما اینجوری مجزا خودمونو فرض کردیم که ما. سوال من این بود، ما وقتی بر میگردیم مثلا به خالق، منیتمونو داریم یا از بین میریم؟ اینا از بین نمیریم، اینا میشه جزء به جزء. منیت منی که سامان هستم، درست درست، منی که میرم به سمت خالق، درست، این منیت من، این روح من دیگه جاودانه است یا حل میشه تو اون ایکس‌ریا و اینا باز میاد یه جای دیگه، کلا میشه یک انسان دیگه همش دیگه. آره همه اینا دوباره برمیگرده به همون انرژی و ری، درست، دوباره یک سایکل دیگه به وجود میاد، میاد تو دنیا بعد یه سایکل دیگه به وجود میاد. دقیقاً شما اون که سامان هستی، تناسخ دیگه این استاد، درسته؟ خب الان تناخص نیست، ببین شما وقتی که حالا یه جور دیگه است، خب باز ما میریم بعد میگیم خب باز میگیم یه جور دیگه زندگی می‌کنیم. شما نه، شما از چیزی که هستی وقتی برمیگردی به خالقت، خب دوباره ما برمیگردیم به همون اشعه، برمیگردیم به همون انرژی، برمیگردیم به خالقمون، جزء به خالق میشیم، چیزی که از خالقمون ما اومدیم، چون ما یه روحی داریم، اینو میدونیم که روحی داریم، روح ما کجا اومده؟ روح ما از خالقمون اومده. خب و همه چی دوباره تو این گردش برمیگرده به خالق، ما دوباره برمیگردیم به خالق، ولی چی به خالقمون میبریم، چی به خالقمون میدیم؟ ما تو این گردش، ما تو گردشی که داشتیم اینجا، جو بدی ها رو با خودمون ببریم اونجا مثلا بیابرویم، درسته، ولی اینجا اگر خوبی ها رو با خودمون چیز کنیم. آره دیگه، ببین شما وقتی میگی بدی، ببین شما قبل از که اصلا به نور برسی، قبل از که به نور برسی بایستی روحت انقدر روشنگر شده باشه که به خودت بشی به نور برسی. تا اونجا ما چی میمونیم؟ ما به خاطر همین توالت فیزیکالیتی موندیم. ما اگر خودمونو فهممونو بالا ببریم به این نقطه میرسیم، ما تبدیل میشیم به نور. وقتی که نور میشیم، آره اینجوری ما آبرومند بریم اون بعد، درسته؟ وقتی میری میای بالاخره شما بالای نور که میره، اون موقع چی میشه؟ شما میتونید فیل و انفال بکنید، درست؟ شما به عنوان یک انتیتی، به عنوان یک موجود، اون موقع است که فعل و انفعال میتونی بکنی با یک انتیتی بزرگتر. مثلا شما نگاه کنی زمین و خورشید رو در نظر بگیری، خب خورشید داره میدرخشه، زمین که روشنایی شده، روشناییش چیه؟ به خاطر فعل و انفعالش با خورشیده، درسته؟ خورشید اینجوریه که مثلا بتابه به زمین، به خاطر این فعل و انفعالشونه، و وقتی این فعل و انفعال میکنه، این تایید میکنه وجود زمینو، وجود زمین به خاطر چی؟ اون فعل و انفعالشه. پس من وقتی که ما حرکت میکنیم از اینجا میایم، وجود ما با فعل و انفعال با موجودات دیگه و پلازمای بزرگتر، اونه که ما رو به درخشان میاره، ما شروع میکنیم به درخشیدن و اون تایید میکنه وجود ما رو. پس در نهایت احتمال داره ما اگه بعدن همونجوری که گفتم اینجا مثلا اگه با یک اعمال خوب بریم، شاید بشیم حتی یک کهکشان هستن، درسته؟ در نهایت بله، شما وقتی که ما نه چرا رو نبود رو کنیم، میتونیم بشیم حتی میتونیم بشیم ستاره، مثلا کهکشان حتی میشن. خب دیگه روح شما دیگه. درسته، روح مثلا شما وقتی که به صورت ستاره میدرخشی، روحت اینقدر قوی هستش که میتونه روح یک ستاره باشه، میتونه یه روح یک سیاره باشه. اما شما نگاه کن به این نقطه، نهایت این سایکل، نهایت این گردش چیه؟ نهایتش چیه؟ یعنی حالا هر کاری هم که بکنیم، شما بشه مثلا روی یک کهکشان، نهایتش چیه؟ نهایتش این که اون روح کهکشانم ملحق میشه دوباره به خالقش، برمیگرده به خالقش و این سایکل داره ادامه پیدا میکنه. یعنی شما حتی میتونی بگی من حالا مثلا میتونی بگی حالا من حالا یه بیلیون سال دیگه وقت میخوام که تو یک بیلیون سال دیگه یه گردشی بکنم، میخوام برم پلنت زوس رو ببینم، پلنت زیس رو ببینم،
اونای دیگه توی سیاره چه جوری زندگی میکنن، میخوام کنجکاوی ها رو بکنم، همه رو میخوام در بیارم، خب تمام سوراخ سنبای دنیا رو بگردم، خب ولی خب خب آخرش چی میشه؟ نهایتش اینه که چیه؟ تجربیات بیشتری میریم اون بعد. نهایتش که باید بری چی؟ جزء چیز میشی، خالق میشی، جزء خود کریئتور میشی، ملحق به اون میشی، درست؟ اوکی. یعنی یه نقطه میرسه، حالا چه نقطه میرسه؟ شما میگی من خب دانشی بیشتری میرم، درست؟ چه نقطه ایه که ما به اون نتیجه میرسیم که من اصلا دیگه نمیخوام گردش بکنم؟ اون نقطه کامل شدن شماست، نقطه ایه که شما از لحاظ فهمیدن انقدر بالا رفتی، اون موقع است که میگی که هیچ چیز همه چیزه. خب اون موقع است که وقتی که خدا میبینی که ultimately نهایت میبینی که چیه؟ جزو خالق شدن، اون نهایتشون، اون موقع است که ما میایم جزو خالق میشیم. ولی تا اون موقع چیه؟ هنوز دنبال یه سرگرمی میگردیم، هنوز دنبال یه چیز هستی که شما یه چیز رو ببینی، یه مدتی تفریح بکنی، بازی بکنی. ولی وقتی به یه نقطه میرسه میگه نه، من اصلا احتیاج ندارم تفریح بخوام بکنم، برم این پلنت رو ببینم، من میخوام روح خالقم ببینم، میخوام مثلا به خالق جزو خالقم بشم. خب استاد، یعنی ما اگه به اون نقطه برسیم دیگه از چرخه میفتیم، دیگه همونجا هستیم پیش خدا، درست؟ نه خب شما تو چرخه مثلا وقتی جزء ملحق به خدا میشی، دوباره بر میگردی به خود اون کریئتوره، اون دیگه ما با اون چیز کنیم، یعنی با اون درد پیدا کنیم دیگه، ما دیگه تو چیز نمیم دیگه، مثلا بریم به این و بیاییم تو چرخه، یه ما میمونیم اونجا. یعنی شما ببین جزوی نی، جزئی نیستی، تنها یعنی مجزا نیستی. خب دوباره بر میگردادم، نه به عنوان مثلا سامان، ما دوباره به ری دوباره بر میگردیم، دوباره بر... همونطور که این سایکل داره تو دنیا انجام میشه، چی میشه؟ انرژی ها بر میگرده، دوباره یه انتیتی به وجود میاد، انرژی از اون انتیتی خارج میشه، دوباره بهش بر میگرده، این سایکل داره تو دنیا. نه ما هم همون سایکل برگشت هستیم، ایموشن هم همراه با اون رید داریم، که یعنی وقتی من نه دیگه تمام. ببین چی میشه وقتی که شما یه چیزی رو اضافه میکنی به خالق، خب تمام ایموشن ها، تمام تجربیات که وارد اون لایبرری مثلا خالق میشه، پس بنابراین خالق چیه؟ چیز اطلاعات دنیایی بیشتر داره، درسته؟ یعنی اون ری که میاد بیرون، درست؟ دوباره این انرژی که بر میگرده، ولی اون اطلاعاتی که اون لایبرری میمونه، اون میمونه برای بقیه که بخوان از این استفاده کنن، از این اطلاعات. ببین ما دائما ببین من هنوز درک نکردم ببین سامان چیه که میره اونجا محو میشه، زندگی میکنه. خب شما رو این فکر بکن. خب من که اصلا بهم گفتن ما جاودانه ایم، هیچ نمرگم وجود نداره، یعنی ما از لحظه‌ای که خداوند روح ما رو آفرید ما دیگه جاودانه ایم دیگه. حالا شو بعد الان این بحث این شبیه جوریه، ما شما میگید ما میریم عل میشیم، ما یه سری اطلاعاتو میدیم به خدا دیگه از بین میرسم اون دیگه. خب ببین شما نگاه کن، ما به خاطر اینکه خودمون رو جدا نگاه کردیم همیشه میگیم مثلا خب حسن چی میشه، سامان چی میشه، اینجور نگاه کردیم. خب ولی اگه کلیت رو در نظر بگیریم، خب میفهمیم که درست، ولی در واقع سامان کیه؟ اون روح خدا در ماست. اون روح، ما روح ما کجا اومده؟ ما در واقع خدا میگه من بشر رو به شکل خودم درست کردم، در واقع اون در ما هست که در واقع ما خود خالق هستیم. شما یه دریا چیه؟ یه قطره آب دریا چیه؟ درسته قطره آب دریاست، ولی از همون دریاست. و طوری که ما هستیم اگه نگاه کنیم، ما میگیم اون کشتی، اون حملش، همش و اون آبی که دوش داره حرکت میکنه، همشون یه چیزه، درست؟ پس در واقع خود خالق هم در ما وجود داره، هم در محیطمون وجود داره، در همه چی وجود داره، همه چی در واقع تو خالقه. ما جدا از خالق نبودیم و نخواهیم بود. درسته شما تو زمین زندگی میکنی، ولی شما یک جایی رو پیدا نمیتونی بکنی که بگیم این درش خدا وجود نداره. خدا همه جا هست. و طوریه که این مثالی که میزنم مثل کشتی میمونه که ما مسافراشیم، این کشتی ما تو اون آب حرکت میکنه، ولی همه‌شون از یه چیز هستن.
ولی به خاطر میدان‌های مغناطیسی که ما داریم شکل و فرم‌های متفاوتی داریم، ولی در واقع ولی من خودمون رو جدا میدونم حساب میکنیم، ولی در واقع هیچ جدا نیست، همه با هم دیگه است. ما هر چ... درست من یه چیزی تو ذهنم اومده، چون که همه چی روح داره، ما روح داریم، همه چی روح داره، به نظر شما آیا این درسته که خود خدا مجموعی از تمام این روح هاست؟ یعنی پخش کرده؟ خب شما به ببین شما به تمام اتم ها بگید که تبدیل به تمام انتیتی ها شدن، تمام اتم هایی که الان سنگن، درختن، هوا، گاز ها، تمام اینا همه روح داره، درسته؟ ما اگه تمام روح های اینا رو جمع کنیم، آیا جمع اینها میشه خدا دیگه، درسته؟ شما مجزا باز اینا رو میبینید. خب اینو باید یه مقدار بیشتر روش فکر کنی. خب تو درسایی که دیگه بوده مجزا داری فکر میکنی. در واقع شما همه چی رو، فرقی که بین پلازما وجود داره و ماده وجود داره فقط چیه؟ بینکه اون انرژی شو دست داده، درست؟ همه چی، حتی سنگ هم بعد از 1 بیلیون سال اونم تبدیل به انرژی میشه، متلاشی میشه، از بین بعدن که نمیره ولی فرمش رو عوض میکنه. هیچ چیزی یک نواخت و یک جور نمیمونه. در واقع همه چیز خالق در همه چی هست. خب وقتی که شما اینو بفهمید، اون کسی که اینو بفهمه در واقع فیزیکالیتی خودش رو بفهمه و بود روح خودش رو بفهمه و تمام اینا رو بتونه بفهمه، اون میتونه در یک آن واحد میتونه خالقش رو ببینه. که آقای کشی میگن خیلی هستن هزارها هزار سال در دنیا فضا سفر میکنن، ولی چون که هنوز این کلیتی رو نفهمیدن، هنوز اون خالق رو پیدا نکردن. ولی وقتی که آدم کلیتی رو بفهمه، خالق رو میتونه در آن واحد ببینتش، یعنی که اون فهم کلیتشه، که این طول میکشه. یعنی اون بستگی به فهم ما داره که چقدر ما اینو بفهمیم. که اتفاقا این ارائه که ما داریم امروز میدیم بیشتر رجبه اینه که حالا بازتر میکنه برات. بس خیلی فلسفی، حالا باز باید بشیم فکر کنیم. خب ما داریم یه سوال دیگه داشتم، یه مقداری رو فکر کردم. خب پس این بدی ها داستانشون چی میشه استاد؟ خب این بدی ها اینا رو هم حالا خب آیا شیطان یا مثلا اهریمن ها اینا هستن بالاخره، درسته؟ نه اینا پس خالق اینا فکر نه من چیزی سیانی ها فکر کنم، حالا اینا خیلی باید روش فکر کنم. آره بهش فکر کنید. خب حالا ارائه امروز شاید کمک کنه یه مقدار مسئله براتون بیشتر باز کنه، ولی جالب صحبت کنید. خواهش میکنم. من ببینم باز چند تا سوال دیگه هست، بزنارم بهشون برسیم بعد در میگنیم. خیلی متشکرم برای سوالتون آقای سامان. قربان شما، مرسی. آقای سعیدی شما دستون بالا بود، سوال گفت بکنم داریم. آقای سعیدی آقای دوتو ببخشید اشتباهی دستم خورده، سوال ندارم من، ببخشید، عذر میخوام. خواهش میکنم. آقای احمدی آقای احمدی بفهمه سوالتونو. سلام، شبتون بخیر یا وقتتون بخیر. خوب هستم ابو جرام؟ همچنین برای شما. خواهش میکنم. من میخواستم راجع به همین ادامه بحث دوستمون یه حالا مطالبی به ذهنم رسید بگم، شاید حالا جالب باشه، که به نظر من در ادبیات فارسی ما خیلی مطلب خیلی خوب باز شده.
مثلا آقای ابوسعید ابوالخیر یه شعری دارن جالبه، نوشته که منصور حلاج آن نهنگ دریا که از پنبه تن دانه جان کرد جدا، روزی که انالحق به زبان می آورد منصور کجا بود؟ خدا بود خدا. یعنی در واقع در فلسفه‌ای که حالا در عرفان ما وجود داشته همین با خدا یکی شدن رو توش خیلی خوب آوردن، واکاوی کردن و خیلی جالبه. من بعض وقت این کلماتی که تو زبان فارسی وجود داره اگر ما بریم معناهاشون رو یه مقدار بیشتر بشکافیم چیز جالب پیدا میکنیم. مثلا حالا شما راجب نمک ها صحبت میکنی، راجب شوری داری صحبت میکنی، کلمه شور در ادبیات ما به وفور وجود داره و مثلا میگه شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر، کین سر پر هوس شود خاک در سرای تو. خیلی جالب، شور با کلمه شور عشق و شور انگیزی و اینا خیلی با هم ارتباط دارن و به روح خیلی ارتباط دارن و به نظر من اگر توی فلسفه اگر آدم بره این مطلب رو جستجو بکنه چیز جالبی پیدا میکنه. حالا مثالی که در واقع میشه گفت آدم برای که درک بکنه با خدا یکی شدن یعنی چی، مثل این میمونه که ما بگیم الان من در مثلا محله فلان زندگی میکنم، یا همون نقطه رو بگم نه من در شهر تهران زندگی میکنم، یا بگم نه من در ایران زندگی میکنم. ما با اینکه یک نقطه است ولی وحدت وجود داره با اون میگستره دیدمون. در واقع ما وقتی با خدا یکی میشیم گستره دیدمون انقدر گسترش پیدا میکنه که همون خدا میشیم در واقع، یعنی واقعا میشیم یکی. یعنی در واقع منصور حلاج که داشت اون تفکری که داشت میگفت من خدام، یعنی در واقع انقدر روح من با خدا یکیست دیگه من خود خدام دیگه، اصلا من وجود ندارم، ما از اول اصلا وجود نداشتیم. این تفکری بود که منصور حلاج، من فکر کنم اون دوستمون اگر حالا در عرفان برن اینو جستجو بکنن خیلی جوابهای خیلی جالب پیدا میکنن. ممنون، مرسی، ببخشید که وقتتون رو گرفتم. خواهش میکنم. آقای علیرضا شما بفرمایید. بفرمایید سوالتون آقای علیرضا. آقای علیرضا بفرمایید سوالتون. صدا میاد؟ صدا شما میاد. صدا صداتون میاد. خسته نباشید. خیلی متشکرم. راجع به این سوال من شاید ارتباط داشته باشه با این نمک ها. من یه تجربه داشتم خواستم در میون بذارم. تقریبا یک ماه پیش بود، ما صبح که اومدیم توی آشپزخونه بعد کل این ظرفایی که مثلا آب توش مونده بود یا مثلا شاید باقی مونده یا آبی هم بود، کل این آبا تقریبا شکل ژله مانند دقیقا این سفیده تخم مرغ دست که میذاشتی دقیقا مشخص بود. بعد من زیاد توجهی نکردم، دوباره دیروز همچین اتفاقی افتاد. یه ظرفی بود که حالا مثلا ما برگ مو میذاشتیم توش که مثلا آماده باشه برای صبح که دلمه و اینا درست کنم، چون من خانومم غذای خونگی هر روز درست میکنن. دیروز هم همچین اتفاقی افتاد، حالا به قول معروف من موچشو گرفتم. متوجه شدم احتمال زیاد به خاطر این، چون من دیشب یه روشی بود گفتم اینجوری انجام بدم برای نانوکوت، بعد کاستیکو توی ظرف پیرکس گذاشتم روی گاز روی شعله کم، البته به فواصل تقریبا منظم، مثلا همه رو یادداشت کردم، مثلا 5 دقیقه روشن گذاشتم دوباره خاموش کردم بخار که گرفت، یه چند سری این کارو کردم. اتفاقا یه نانوکوت خیلی خوبی هم داشت، فقط برای تستش الان ستاپشو گذاشتم، چون دیشب گذاشتم هنوز دقیقا نمیدونم جواب میده، ولی تا الان که نریخته نانوکوتش. بعد این بخاری که تولید میکرد فکر میکنم چون این کاستیکه این بخارش باعث شده بود که تو این ظرفه دقیقاً این سفیده تخم مرغ بشه،
چون این ظرف هم احتمالاً نمک توش بوده. حالا دقیقا نمیدونم همچین تجربه کسی داشته یعنی کاستیک انقدر قویه که این کارو میکنه، شاید مثلا 10 متریش بوده این که من میگم، این ظرف های آب و سری قبلی که کل هرچی آب توی حتی توی لیوانم بود دقیقا این سفید تخم مرغ شده بود. حالا نمیدونم، فکر میکنم علتش همین میتونه باشه. ببین شما نگاه کنید، وقتی ما گنس درست میکنیم، میدانهایی که وجود داره با جذب کردن اون میدانها و اون تو نمکی که ما داریم، ما یک آمینو اسید رو به وجود میاریم. خب اون آمینو اسید با در تماس به آهن تبدیل میشه به خون. در واقع ما یک اینجا چیکار کردیم؟ زندگی رو داریم به وجود میاریم. ما اگه این گردش و پروسه رو انجام بدیم، اتفاقا این جالبه که ما چجوری داریم زندگی رو به وجود میاریم به خاطر همون نمک که تو همون تجربهش هم کردیم توی ساختن گنس هامون. درست؟ و چیز عجیبی نیست. و اگه ما بخوایم میتونیم یه زندگی رو به وجود بیاریم، یه زندگی توی جعبه‌های گنسمون که روح داشته باشه، حتی که روح داره. یعنی به نظرتون همین علتش همین بخار کارستیک میده؟ چون سری الان دوباره میخوام از قصد این کار رو انجام بدم، یه چند تا ظرف بذارم ببینم دقیقا از همون بخار کاستیک اینجا انجام شده که 100% نتیجهش رو مثلا بدونم. چون دیشب این اتفاق افتاد دیگه نرسیدم، گفتم الان مطرح کنم، حالا حتما انجام میدم. کاستیک و بخار کاستیک چیکار میکنه؟ میاد در واقع یک ماده رو باعث میشه اتماشو باز بکنه که انرژیشون باز بشه. وقتی انرژیشون باز میشه، اینا میتونن فعل و انفعال بکنن و فعل و انفعال اینا باعث یک آهنربا میشه، یک آهنربایی رو به وجود میاره که ما اینا تو سیستم هم به وجود آوردیم، یک محیط ربایشی رو به وجود آوردیم. این کار کاستیکه، اون گرماشه که چیز کردیم. حالا اون چیز ما چجوری بوده اون چیز سفید رو به وجود در اومده، مثل میگین سفید تخمه، اونو من نمیدونم، حالا کسی تجربه کرده میدونه چیه، میتونن عنوان کنن. دقیقا این آب، من فیلمش هم توی گروه گذاشتم، دست که توی آب میکنی میاری بالا، دقیقا فکر میکنی سفیده تخم مرغه اون آب، چون این دفعه دوم بود که اینجوری شد. بعد راجع به همین نانوکوت هم من چون خیلی روش امتحان کردم، این سری خیلی قشنگ، یعنی گفتم حالا نمیدونم چون سرعتش بالاست دقیقا جواب میده. من تقریبا حدود 7-8 بار همین کاستیک رو آماده کردم، کاستیک سرد، بعد یه ظرف پیرکس گذاشتم روی گاز شیشه‌ای، فقط یه پلیت کوچولو گالوانیزه گذاشتم زیرش، پلیت نه، یه تور، بعد صفحه مسی رو گذاشتم، شروع کردم به بخار دادن، یه تقریبا 5 دقیقه قشنگ جوشید، بعد خاموش کردم، آوردمش بیرون، خوش شد، دوباره گذاشتم. این کار رو تقریبا 7-8 بار تکرار کردم، دقیقا همش یعنی سیاه شد، یه چند تا لایه روی هم، فقط برای تستش الان گذاشتم توی ستاپ، تا حالا که نریخته، چون قبلی ها میریخت هر کاری میکردم، الان خوب بوده، چون یک شبه هنوز نتیجه شد دقیق نمیدونم. حالا سرعته که زیاده مثلا برای نانوکود جواب میده یا حتما باید چند روز بمونه؟ چون روش غرقابی مثلا شاید 2-3 هفته باید بمونه، روشی هست که سریع مثلا نانوکوت رو انجام بدیم ما روی پلیت؟ یه چیزی که هست، ببین آقای کشی هم خیلی گفتن، میگن که عجله نکنین که بخواین پس کن شما اون نانوکوت بکنین، هرچی بیشتر حوصله بکنین، صبر بکنین و بزنین این لایه ها بیشتر تشکیل بشه، نتیجه کارتون خیلی بیشتره. مثلا من الان دارم روی نانوکوت کار میکنم، الان حدود 1.5 ماه شده اینا رو گذاشتم و خودش داره هنوز این بخار کاستیک اینا داره رونه کار میکنه. خب و چندین بار منو چیز کردم، مثلا یه بار تو کاستیک گذاشتم، بعد دوباره با بخار گذاشتم، با نمک‌های مختلف اینو من آوردم، مثلا منیزیم و کلسیم گذاشتم با اینا و میخوام ببینم مثلا چه ریاکشنی میکنه. و باید حوصله کرد، هرچی بیشتر حوصله بکنی جواب کارت، یعنی شما نمیتونی یه چیز سریع بخوای انجام بدی، یعنی مگه یه امور واجبی باشه، اموری باشه که شما احتیاج به یک گنسی داری و بایستی فرض کن تو یه هفته اینو در به دست بیاری، یک شرایط چی میگم طبیعی نیست، ولی به طور کلی هرچی وقت بکنی بیشتر حوصله بکنی کارت خیلی بهتر میشه. باش، همین سوال داشتم، چون خودم شک کردم، لایه به نظر خوبه، قشنگم سیاه شده،
ولی خب همین جوابش رو باید ببینیم همون نتیجه رو میده یا نه. به هر حال ممنون، لطف کردید، دست خواهش میکنم. مرسی تشک. مرسی برسه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا سلام خانم محمدی. سلام آقای بوجاران، حال شما خوب هستیم؟ ببخشید خواهش میکنم، من اینجا سوالی ندارم توی تلگرام. بچه ها سوالی نفرستادن. حالا اگر درست، البته ما دنباله ارائه هفته پیش رو گرفتیم که سوالایی که راجع به اون بود ادامه بدیم، چون گفتیم ما این در واقع زنجیروار متصل به ورکشاپ 284 و میشه به 285 و ورکشاپ های بعدی هم که خواهد اومد اینا همش متصله. مثلا اگه اینو ما اینا رو کاملا بفهمیم میتونیم ورکشاپ های دیگر هم بفهمیم و کلیت دانش رو بفهمیم. در واقع هدف آره این چیز هستش که ما گفتیم اول میذاریم به سوال جوابا که هستش. حتی آقای مهم دیدم که قبلا دستشون بالا بوده، ایشون سوال راجع به نمک و شوری ندارن، میتونید سوالتون رو بفرمایید. سلام آقای مهم، بفرمایید سوالتون رو، میکروفونتون رو باز کنید. آقای بوجر صدای منو داری؟ بله صداتون هم آقای مهم، بفرمایید. سلام، حالتون خوبه؟ خیلی متشکرم. تشکر، شما همچنین. این نمک قبلا فرموده بودید که این حکم یه واسطه رو داره توی راکتور تولید گند. درسته، این درسته؟ یه مثل یه پل میمونه. درسته، اون واسطه تأثیری. صداتون میشکنه آقای مهم، سوالتون نگرفتم، صداتون قطع شد، اگه لطفا دوباره تکرار کنید. مگه ما تو راکتور تولید گند در تولید در راکتور ما از دو تا اتم استفاده میکردیم به فرض مثلا مس و روی، درست میگم؟ برای تولید CO2. درسته. بعد درست. نمک اینجا حکم رسانه رو داشت، حکم به قول معروف تقویت کننده یا میدان رو داشت، تأثیر هم داره تو تولید. خب ببین نمک چی بود؟ اون ماده میشه. ببین نمک چیه؟ اون واسطه بود که این رابطه کانکشن، این رابطه رو برقرار کرده، درست؟ و خودت رابطه برقرار کردنش باعث شد چیه؟ اون سی او تو رو به وجود بره. شما وقتی که سی او تو تولید میکنی، بعد که نگاه میکنی اگر اون آب رو مزه کنی میبینی شوریش از دست داده. خب به وقتی که این میشه اون دیگه گنس دیگه تولید نمیشه، باز که نمک میریزی دوره توش دوباره این شروع میکنه به کار کردن. خب پس میبینیم که چقدر اینجا نمک. من متوجه هستم. اوکی. نه متوجه هستم. میخوام بدونم این نمک که چون انواع مختلف، مثلا ما یه CO2 نداریم. پس مثلا 112 رقم CO2 میتونیم درست کنیم ما. با 12 نو نمک فرض کنیم. با 10 نو هر چی حالا. درست. یا نه ما یه CO2 میتونیم. نه. ما اون ایاتون باشه گفتیم. شما میتونید در واقع میلیون ها نو CO2 درست بکنید، چون هیچ اتم کربن اینا یکی نیستن و اینا مختلفن، انرژی مختلف دارن، ایزوتوپ های مختلف دارن. پس بنابراین شما مثلا من چرا دارم میام مسمو دارم با نمک های دیگه دارم نانوکود میکنم، یا میخوام با نمک های دیگه حتی نانوکود کردنشون دارم میکنم؟ برای اینکه میام یه سری اتمای مسی رو با اون انرژی اون نمک تو کاستیکم اینا رو در واقع میارمشون بالا، اینا رو سعی میکنم اون انرژی رو بیارم، اون میدانای مغناطیسی رو تو مس هم به وجود بیارم در نانو. بعد که توی ستاپ مثلا CO2 میذارم،
اونجا اون نمک رو که میخوام، مثلا اون CO2 رو میخوام که فرض کن بیشتر برای فرض کن کارهای اموشن چیز خوب باشه، برای حرکتی خوب باشه. خب مگنزیوم، منیزیوم یکی از اونها هستش. ما میدونیم منیزیوم مثلا برای گیاها خوبه، پس با آوردن منیزیوم توی اون، اون CO2 من برای گیاها خوبه. خب این نظر منه، درست؟ حالا اگه من CO2 که بخوام بیشتر کلسیوم بخوام بیارم، بخوام CO2 باشه که بیشتر یه امریه که ترمیم تو کلسیوم باشه. اینو متوجه شدم، میخوام پس یه چیز رو بگم اینجا. پس الان مثلا درمانی که ما شما CO2 کدوم CO2 پس میشه اونجوری؟ یعنی الان نمکی که آقای کشه یا شما مثلا تو بنیاد استفاده میکنید همون نمکی نیستش که من استفاده میکنم، یا نه اون طبق یه نمک همین نمک تمام مثلا فرمول شده درست شده، مثلا من همون درست کنیم. خب مثلا من اومدم نمک منیزیوم خریدم، خب درست سی سالت دارم، نمک دریا دارم، ولی اومدم نمک منیزیوم استفاده کردم، مثلا 10% نمکم از اون توشه، خب یا 10% نمک کلسیوم، مثلا اینا چیزای فارمسیه، مال داروخانه‌ایه، شما نمک کلسیوم میتونی بگیری، نمک منیزیوم میتونی بگیری، نمک پتاسیم میتونی بگیری، چون من یک چیز به خصوصی رو میخوام، میام اون انرژی رو، اون نمک رو وارد ریاکتورم کردم منم. پس شما میتونی آزمایش بکنی با نمک های مختلف. آقای بوجارم میدونم، متوجه اون هستم، فقط میخوام بدونم این فروم، این مثلا الان شما مثلا بنیاد کشه میگه برای سربخوردگی، مثال دارم میگم، مثلا CO2 مصرف کنیم 20 سی سی، الان این CO2 کدوم CO2 میشه؟ خب اینا رو ننوشته کسی، پایه داره نه هیچ فرمولی نداره، نه هیچ فرمول نداره، اینا من ندیدم کسی بخواد اینا رو یه جای نوشته باشه که مثلا شما بخواد اینو بزن درست کنی، اینو چه درصد از این بزن چه درصد از اون بزن، اینو نداره. خب مثلا من خودم به عنوان دانش‌پژوه دارم اینا رو تجربه میکنم، الان چند تا ستاپ گذاشتم با نمک‌های مختلف که اینا رو من میخوام خودم آزمایش بکنم ببینم اون نتیجه که به من میخوام میده یا نمیده. مثلا من الان یه چند تا کیسای دارم که میخوام روش مطالعه کنم با نمک‌های مختلف، با CO2 مختلف میخوام آزمایش بکنم، حالا آیا به من این جواب میده یا جواب نمیده. خب ولی ما میدونیم که این نمک ها خیلی مهمن و میدونیم که مثلا بدن ما، ارگان های مختلف ما نمک های مختلفی رو دارن، پس بنابراین CO2 همون CO2ه، آمینو اسید همون آمینو اسیده، ولی اون آمینو اسید چون حالت نیوترال داره، حالت در واقع خونسا داره، فقط اون اثرش با نمک های مختلف اون آمینو اسید تبدیل میشه به پس با ماهیچه باره هر چیز. حالا اگه من بخوام قلب خوب کنم یا مثلا میخوام رو ماهیچه قلب کار کنم، پس اگه من یه CO2 رو بیارم که قلب اینو دوست داره و اونو میگیره، پس کار من چیه؟ سریعتر پیش میاد بدونه که تأثیر بذارم روی جای دیگه. خب اگه من CO2 رو استفاده کنم که خب نمک دریاییه، خب تو نمک دریایی نگاه کنی همه چی توش هست، خب جواب میده، درسته جواب میده، ولی من میخوام یه جواب بهتر بگیرم، یا میخوام کاری که دارم میخوام بکنم نمیخوام روی چیزی دیگه تأثیر بذارم، بالاخره کیسا فرق میکنه. درسته، بس نمک دریایی ماست، مثلا الان یکی میخواد مثلا میخواد از ما یاد بگیره، ما بگیم نمک دریایی، متوجه منظورم میشید یا نه؟ درسته، خب آره شما میگید نمک دریایی، خب ما هم نمک دریایی استفاده میکنیم، درسته، این معمولیش اورجینالشه، درسته، ولی باید در نظر بگیریم همون توی خود شما گفتین CO2 همش یکی نیست، درست، ما در واقع دانش رو داریم عمیق‌تر میکنیم الان. خب بعد متوجه این هستم، نه منظورم به اینه که یه دونه پایه بالاخره باید ما در نظر بگیریم دیگه، بعد طبق اون درجه بندی کنیم، حالا درجه بندی که میگم ذهنی یا کاغذی هر جوری، پس پایه ما میشه نمک دریایی، درسته درست، نمک همون سی سالت استفاده، نمک دریا استفاده میکنم، پایش همون. خیلی ممنون، پایش میکنم. این رجال چیزی دیگه هم میتونم سوال بکنم یا نه؟ نه سوال رو بگیریم، دکتر هستن امروز؟ نه ایشون نیستن امروز، سوال رو بیاریم رو همین بحث که میخوایم ادامه بدیم که تمرکز اونا باشه. خیلی ممنون، خواهش میکنم آقا. من
خیلی ممنون. آقای علیرضا حاجی پور بفرمایید شما. سلام آقای حاجی پور بفرمایید سوالتون رو. میکروفونتون بازه، سوالتون رو بفرمایید آقای حاجی پور. صدا رو میگیرین؟ آقای حاجی پور؟ خب آقای موکال شما سوالتون رو بفرمایید تا آقای حاجی پور شاید دستشون تصادفی خورده روی میکروفون. بفرمایید آقای موکال. سلام آقای بوجان، خوب هستین؟ وقتتون بخیر. سلام، خیلی متشکرم. بفرمایید. یه سوال داشتم جناب بوجان. این نمک ها رو میشه روشی هست که نمک رو بتونیم تکثیر کنیم، یعنی زیاد کنیم نمک رو؟ نمک رو تکثیر؟ مثلا یه مقدار یه نمک خاص داریم بخوایم نمک رو زیاد کنیم. من روشی ندارم که بخوایم نمک رو زیاد بکنیم. من اون نمکی که میخوام معمولا میخرم استفاده میکنم، ولی چیز تکثیرش رو نمیدونم. درسته. بعد خوینه من برای یه سوال دیگه بود که حالا سوال اصلی اینه که ما شما میگین که 10-12 نوع نمک توی بدنمون هست و از یه طرف دیگه هم گفتین که 70-80 کیلو حدودا گنس داریم داخل بدنمون. ما اگه این 10-12 نوع نمک رو حالا یا تک تک یا 10-12 تاشو با هم با آب بخوریم وقتی که مثلا معده‌مون خالیه، یه راکتور آب نمک داخل معده به وجود بیاد، با توجه به اینکه ما 70-80 کیلو گنس هم تو بدنمون هست، آیا به روش گنس از گنس ما اینجوری میتونیم به تعادل برسونیم خودمونو؟ ببین نمکی که میگیم اگه دیده باشیم ما نمک در حالت پلازمایی 12 تا نمک میشه 12 به توان 12. خب بنابراین کامبینیشن و کامبینیشن های مختلف، ترکیب های مختلف به وجود میاد با این نمک ها. پس بنابراین بدن ما یک سیستم، یک ماشین خیلی پیچیده ای میشه که به خاطر نمک‌های مختلف لیمف ما، قسمت لیمفامی بدن اومدن چیکار کردن؟ این قسمت‌های بدن رو درست کردن. و گنس هم که میگیم در واقع بدن ما همش گنسه، که میگیم ما 60-70 کیلو گنس هستیم. البته ما نمک رو میخوریم، یعنی نمک جزء غذای ماست، برای اینکه اون باعث میشه باز چیکار کنه، شما اون معده‌تون مثل یک ریاکتور میشه. مثلا شما وقتی ویتامین میخوری، چیزایی که ماده هستش، کلسیومی که پودره، این چجوری میشه؟ به خاطر تو اون ریاکتور معده شما، اینا همونی که شما پلیتور که میذاری، بعد اینطوری میتونی با آنزیمایی که هستش انرژی اینا رو میگیری، انرژی وارد بدن میکنی. حالا من متوجه نشدم، یعنی ما اگه این همچین کاری کنیم به نظرتون گنسایی که ضعیف شدن از بیرون تقویت میشن؟ فقط آب نمک بخوریم، یعنی آب و نمک بخوریم، یه فعالیتی هم داشته باشیم که این نمک‌های اضافی توسط عرق کردن از بدن خارج بشه که حالا بشوریم. یه چیز جالبی هم که هستش، ما وقتی دوش میگیریم بعد از عرق کردن خیلی جالب شبیه هم شستن گنسامون میمونه، نمک‌های اضافی رو میشوریم از بدن میره. درسته. و خود بدن مثلا چیزایی که اضافه داره نمیخواد، نگاه کنی از طریق پرزای بدن چیکار میکنه؟ خارجش میکنه. خب چون در واقع اینا میشه فیلد. ما گفتیم حتی توی ایرای قبلی گفتیم حتی یه سری انرژی که ما از یونیورس گرفتیم، تو زمین هم نبوده، از تو هوا بوده، توی میدان آدارت بدن اینا گرفته، اینا رو ما دوباره خارج میکنیم. پس در واقع توی اون دیسچارجمون، اون مدفوع ما، یه سری اون انرژی یونیورس هم توش هست که تبدیل شده و اینجا تبدیل میشه به ماده، ولی بدن به احتیاج نداره. یا بدن چیزهایی رو که نمیخواد از طریق پرزای بدن، برای همین وقتی شما یه غذایی رو میخورید، بوی اون غذا، بوی یه سری مثلا پیاز، سیر، اینا از بدن، بوی بدن خارج میشه و بدن اون بو رو میگیره. و
مثلا گازهایی که به وجود، مثلا غذاهایی که میخورین شما میگین مثلا اینا نفت داره، چرا نفت داره؟ به خاطر اینکه بدن نمیتونه اینا رو جذب کنه، درسته انرژی گرفته. مثلا لوبیا، یه قسمت چیزای لوبیا هست که کلمه، بدن چون نمیتونه رو بگیره دوباره برمیگردونه به خود، به روده بزرگ که خارج میشه. پس به من میدونیم که این غذایی که میخوریم برای ما مناسب نیست، میگن غذایی که نفت داره بدن نمیخوره. این رابطه که هست، اون چیزی که میخوره و انرژی که میگیریم. ببخش من جواب سوالمو نمیدونم، شاید من متوجه نشدم، من نگرفتم جواب سوالمو. یعنی اینکه من سوال من اینه که ما اگه نمک با آب بخوریم، نمکایی که تو عضلاتمون تو در 12 نمک رو بخوریم، همین آب و نمک باعث به تعادل رسیدن گنسای بدنمون میشه یا نمیشه؟ من فکر نمی‌کنم این چیز چی میگن تنها اثر این باشه. خب ما نمکایی که مختلف باشه، نمکایی که کامل باشه بخوریم، بدنمون احتیاج داره. خب پس این کمک میکنه با نمکایی که مختلفی که بخوریم ما. شما مثلا نمک ما هیمالین سالت میخوریم یا سی سالت میخوریم، به جای اینکه مثلا بیایم فقط نمکی که NaCl باشه، سدیم کلوراید باشه، خب خیلی برای بدن بهتره، چون بدن انرژی و نمک‌ها رو میتونه بگیره و کمک میکنه به چی؟ به اون فانکشن‌ها و اون عملایی که میخواد بکنه کمک میکنه. ولی آیا این تنها عاملی میتونه باشه که بالانس بکنه؟ فکر نمیکنه. درسته. بعد دکتر چرا ما مثلا وقتی فعالیت داریم نمک از بدنمون خارج میشه توسط عرق؟ چرا نمک، یعنی نمک زیاد میشه که خارج میشه؟ نمک خارج میشه؟ سوال اینو من، جواب اینو من نمیدونم. یعنی بعد نمیدونم که چرا نمک از بدن خارج میشه. اینو نمیدونم که چه مکانیزمی هستش که فعالیت ما چجوری آخه باید. درسته. و نمک بدن کم میشن که خارج، نمک بدن بعد کم میشه. مثلا معمولا اونا که عرق زیاد میکنن، چون اونا که عرق میکنن زیاد تکثیر میشه نمک، به خاطر همین پرسیدم. تکثیر نمیشه. مثلا شما نگاه کن اونا که عرق میکنن تو چیز چیکار میکنن؟ اینا بایستی نمک بخورن، اگه نمک نخورن مریض میشن. مثلا قسمتایی که فرض کن شما تو آفتابی تو گرمای شدید داری کار میکنی، بدن عرق میکنه، درسته؟ بعد نمک بدن میاد پایین. کاری که میکنن معمولا به اون اشخاص با غذاشون با چیزایی که هستش نمیدن نمک اضافه میکنن، خب؟ چون نمک بدنشون کم شده. خیلی ممنون، لطف کردین آقای دکتر. ببخشید خواهش میکنم. سلام آقای دکتر. سلام آقای حاجی پور، بفرمایید. آقای دکتر با این تفاصیل، اگه ما در راکتور تولید ماده نوع نمک شما پرواکنه، اون ماده هم که تولید میکنیم فرق خواهد کرد، درسته؟ ما ماده که تولید میکنیم فرق میکنه و انرژیش هم فرق میکنه. خب مثلا ما گفتیم اون CO2ی که میخواییم ما به دست بیاریم با نمک های مختلف، میتونیم پس کن ایزوتوپ های دیگه کربون رو به خودمون جذب کنیم که اون کربون انرژی که داره برای فرض کن اون گیاهی که میخواد فرض کن مگنزیوم استفاده کنه یا موردهای دیگه، اون CO2 اون انرژی رو داره که به ما کمک میکنه. منظورم اینه که آی دکتر عذر بخوام، ما بین اون دوتا گنس H2 H3 یه آبنمک میذاریم، ظرف آبنمک میذاریم که اون ماده مورد نظر رو بگیریم، درست. مثلا اورموس، نوع نمک شما فرق باشه داخل اون نوع اورموس هم که میگیریم فرق خواهد کرد. ببین شما اون میدان مغناطیسی که به وجود آوردی، میدان مغناطیسی یک عنصر به وجود آوردی، یک ماده رو به وجود آوردی، درسته؟ خب ولی اون ماده ایزوتوپ‌های مختلفی داره، ایزوتوپاش مختلفه، درسته؟ حالا من اگر اون آهنربایی رو که دارم پس کن رو اون ایزوتوپا باشه، حالا اگه من نمک رو عوض کنم، این باعث میشه ایزوتوپای دیگر رو بده، فرقش. گرفتم. خیلی بهم متشکرم. خواهش می‌کنم. آقای امیر امیری. دیگه همه خیالشون راحت شده. میدونن چجوری سوال بپرسن، کسی دیگه سوال نمیفرسته. آقای امیری بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. شما همچنین. سلام عزیز. قربون شما. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم خدمتتون. ببینید، من دقیقاً متوجه نقش نمک در راکتور مثلا CO2 به اون صورتی که آقای کشی یه بار توضیح دادن، گفتن که مثلا عدد اتمی به اصطلاح نمک 11 هست و تعداد پروتوناش 11 است و اون عدد اتمیش 22 یا نزدیک 23 هست. از این لحاظ من میخواستم بپرسم نقش نمک چیه اینجا واقعا؟ آیا نمک به عنوان یه تقلیل دهنده میدان انرژی هست که ما پلاسما را به ماده تبدیل بکنیم؟ من از این زاویه میخوام که اگر امکانش هست برای ما توضیح بدیم. تنها چیزی که من میدونم اینه که نمک چون یک رابطه و اون در واقع اون پولی که گفتم رابطه هست بین اینا، نقشش این هستش و این باعث میشه که اون ما بتونیم اون موجود به وجود بریم، اون انتیتی رو به وجود بریم. تنها چیزی که من میتونم ببینم، حالا از لحاظ پروتونش و عدد اتمیش اونجوری نمیتونم بازش کنم، باید روش کار کنم، ولی به طور کلی نمک میدونم اون خاصیت داره که میتونه حالت ارتباطی داشته باشه و میتونه حال اون محیط ما رو در واقع به خاطر آهنربایی که داره، یک آهنربایی به خصوص بره که اون انرژی ها رو مثلا پس کن کربن به خصوص رو به خودش جذب کنه. ولی این آخرش به چی میرسه؟ نگاه کنین، ما میایم ما سی او 2 رو که درست کردیم باعث میشه اون آمینو اسید هم بیاد روی چی؟ سطح آب قرار بگیره. مثلا یک آزمایشی بود، حتی مسایی رو که اینا سیم مس بودن گذاشته بودن روی آب، در واقع مثل شاخهای درخت، حتی حالتهای اون آمینو اسیدایی رو که گرفته بود روی آب فرق میکرد. آمینو اسیداشون تیکه تیکه بود که اگه نگاه کنین آمینو اسیدای مثلا گیاه ها اونجوریه، ولی اگر مثلا اون سیم پلیت باشه جوری دیگه بود، آمینو اسیدها شکلاشون فرق میکرد. این یکی از تو آزمایش ما متوجه شد. و این ما گفتیم نمک در واقع زندگی رو به وجود میاره و زندگی بدون نمک وجود نداره. و نگاه میکنیم تو همون CO2مون اون آمینو اسید در واقع یک زندگی رو به وجود آورده دیگه. و اون به خاطر اون نمکی که بوده. این طوری که من الان میفهممش و این نقش نمکه در واقع. که این که خود باز این نمک با در تماس با چون خودش میتونه نقش آهن هم داشته باشه، آهنهای مختلف و آهنهای مختلف باز با آمینو اسیدهای مختلف که ما گرفتیم چی میتونه شکلهای دیگه زندگی رو بهمون بده. چون میتونه اینا دکتر در واقع ما میتونیم همون نقش نمک رو به عنوان یک تقلیل دهنده به اصطلاح میدان انرژی پلاسما که میخواد اینجا مثلا در راکتور CO2 تبدیل به کربن بشه، ما میتونیم نقشش رو به این صورت در نظر بگیریم که این واقعا یه تقلیل دهنده میدان انرژی هست و به خاطر همین هم هست که اونجا مصرف میشه. یعنی بعد یه مدتی ما اون شوری نمک رو در راکتور از دست میدیم. درسته. همچنین من فکر میکنم حالا اینو باید دقیق‌تر از آقای دکتر کشه سوال بکنیم. ببینید خود اون سدیومی که اونجا هست داخل راکتور به صورت چون با آب مخلوط هست به اصطلاح ایون مثبتی میشه اونجا. صداتون قطع شد آقای امین. این ایون مثبت. اوکی، ایون. آره، اون ایون مثبتی که گفتن خدمتتون داخل راکتور هست به اصطلاح از طریق سدیم، این امواجش مدوله میشه روی اون کربنی که میخواد اونجا خلق بشه. یعنی اون کربنی که اونجا الان خلق شده اطلاعات این سدیم رو هم داره. برای همینه که شما نمک های مختلفی اونجا میذارید، تأثیرات مختلفی یعنی CO2 های مختلفی رو میتونید خلق کنید. همچنین امینو اسیدایی هم که اونجا خلق میشه قطعا متفاوت خواهد بود، چون اطلاعات انرژی سدیم یا منیزیم یا هر فلز دیگه ای رو اونجا
به اصطلاح خواهد داشت. و جالبه که ما نمک هامون همه اونها از گروه فلزات قلیایی خاکی هستن، یعنی سمت چپ جدول تناوبی هستن. این فلزات من فکر میکنم نقش کاهش دهنده انرژی اون اشعه که از طریق نانوکود جذب میشه میاد داخل کویل مسی یا حالا هر سیستم دیگه ای که نانوکود شده، مثل روی نانوکود شده، اونجا که این میخواد بیاد تبدیل بشه به اون اختلاف میدان مغناطیسی که ما ایجاد کردیم برای اون فلز، اطلاعات این نمک هم همراه اون مدل میشه روی اون گنسی که ما اونجا اصلاح خواهیم ساخت. من فکر میکنم این اینجوری باید باشه سیستمش. درسته، من چیز که شما میگی من اینجوری قبول میکنم و درست خیلی قشنگ توضیح دادیم. اگه نگاه کرده باشیم حتی آقای کشتی میگفتش مثلا سدیم و پتاسیم که استفاده میکنیم، خب سدیم 23 پتاسیم 39 میشه چی؟ میشه 62. 62 چی میشه؟ میشه مس، میشه زینک. خب پس نمک کامبینیشناش میتونه تا انرژی همون فلزات رو بده. پس بنابراین اون امینو اسیدهای ما با این فلزات چی میشن؟ تبدیل میتونن بشن به چیزهای مختلف، مثلا به سلول مغز و به ماهیچه تبدیل بشن. خب و یا مثلا خود سدیم و کلور گفتیم میشه آهن 57 ترکیبات اینا. و شما نمک ها گفتین سمت چپ جدول هستش، سمت راست هم چیز هستن، رادیواکتیو متریال هستن که درست اینا هم نزدیک نمک ها هستن. درست؟ پس این نمک ها اون در واقع انرژیشون میتونه چون نزدیک رادیواکتیو هستن، از یه طرف هم میتونن هم انرژی بدن هم انرژی بگیرن. خب؟ یعنی یه دلیلی هم داره که اینا چی میگن تصادفی نیست. ولی طوری که شما توضیح دادین خیلی زیبا بود. آقای امیر سلام، ببخشید. سلام، خاله محمد. متشکر. یک سوالی بچه‌ها پرسیده بودن، من فکر کنم شما بتونین جواب بدین که غلظت نمک، حالا اون درصدی که استفاده میشه، چه تأثیری رو که ساخته حالا گنس ها داره؟ خاله محمدی، این غلظت نمک که اینها میفرماین یا ترکیبات و مختلف نمک با هم دیگه، اینها قطعا به اصطلاح حالا از بعد مغناطیسی نگاه کنیم، به اصطلاح مثلا میگن آقا 10% از این نمک، 5% از اون، حالا تو سدیم یا منیزیم اون نمک بریم، این ترکیبات اینها در کنار همدیگه یه میدان مغناطیسی خاص ایجاد میکنه با توجه به اون غلظتش، و چون اون میدانش خاصه با توجه به اون غلظتش قطعا نتیجه های متفاوتی خواهد داد. شما میتونید غلظت ها رو بالاتر ببرید یا پایینتر بیارید، میتونید میدان های مختلف ایجاد کنید. همچنین مثلا میتونید نمک سوم رو وارد سیستم بکنید، مثلا پتاسیم، سدیم داریم، منیزیم داریم، پتاسیم رو وارد کنیم. قطعا اینجا این میدان مغناطیسی که ایجاد میشه، چون اینا یونای مثبتی هست که داخل آب میاد، میدان مغناطیسی متفاوتی ایجاد میکنن و نتیجه متفاوتی هم قطعا باید بدن. این اگر بود مغناطیسی نگاه کنیم این مسئله درست تحلیل میشه و به جواب درستی فکر میکنم میرسیم. ممنون، متشکرم. درست، خواهش میکنم. خب ببینیم سوال دیگه ای. آقای سعید احمدی، بفرمایید آقای احمدی سوالتونو. مجدداً ببخشید من مزاحم شدم. آقای بوجان، می‌خواستم ازتون خواهش کنم اون نمک‌هایی که در بدن وجود داره رو میشه اون فرمول شیمیاییشون رو لیستشو بفرمایید. همه‌شون ما نمی‌دونیم، ولی می‌دونیم در واقع 12 تا نمکن به طور کلی، مثلا کلسیم، پتاسیم، منیزیم، اینها رو ما می‌دونیم. و قسمت سمت چپ جدول همونطوری که آقای امیری گفتن یه سری نمک‌ها اونجا هستن. حالا اگه ایشون نمک های دیگر رو میدونن میتونن برامون بگن که بریم نمک های دیگه چی هست. مثلا من یه نوع نمکی وجود داره به نام نمک ترش بهش میگن، سیترات سدیم هست.
و تو بازارهای مثلا شیمی فروش هم میشه خرید اینو. این سیتراز سدیم در لیمو ترش مثلا این وجود داره، به عنوان یک نمک شناخته میشه. حالا نمیدونم این ممکنه توی این مسئله دخیل باشه یا نه، اونو نمیدونم لیمو ترش، ولی مثلا منیزیم، کلسیم، پتاسیم، این نمک ها رو من میدونم. آقای دکتر اجازه میدید من جوابش رو یه جور دیگه بدم؟ بفرمایید. ببینید من یه بار از آقای دکتر کشه سوال کردم که ما در محیط طبیعت یا بیابون اونجا که خب آزمایشگاه نداریم، یا فرض کنید یه آزمایشگاه هم داریم، حالا دقیق نمیتونه غلظت این نمک‌ها رو شاید در بیاره، ما چطوری میتونیم در محیط بیابان به دقیق‌ترین روش ممکن بیایم این نمک رو تعیین بکنیم؟ ایشون فرمودن که شما بیاید از اون چیزی که هست گنسشو بسازید، چرا نمیاد این کارو بکنید؟ ببینید الان من چند تا فایل پی دی اف دیدم توی گروه که اینها روش‌های مختلف ساختن گنس از مواد غذایی رو گذاشته بودن، به این صورت بودش که به اصطلاح اون مواد غذایی رو مخلوط می‌کردن با هم دیگه و کاستیک رو می‌ریختن روی اونها و اون گنسی رو که میخواستن میساختن. حالا ما میتونیم همین کار رو بکنیم. شما حالا برای لیمو فرمودید، خب اصلا احتیاجی نیست که ما اینو ببریم آزمایشگاه ببینیم چه نوع نمکی داخلش هست، شما به سرعت و سریعا میتونید گنس اینو بسازید، از همون لیمو و سارش رو تهیه بکنید. یا نه ببخشید، من گنز لیمو نمیخوام بسازم، من یه نمکی در واقع مثال زدم، این نمک در داخل لیمو ترش گفتم وجود داره، سیترات سدیم در واقع به معروف به نمک ترش. مثلا ما در راکتوری که در واقع میسازیم ستاپ میکنیم به جای نمک دریا، مثلا شاید بتونیم نمک ترش استفاده بکنیم، از این سیترات سدیم استفاده کنیم، چون همون در واقع کانکشن رو به ما میده. من منظورم این بود و اون در واقع نمک‌ها که تو بدن هست و در واقع می‌خواستم که آقای بوجاران فرمودن هنوز فکر کنم کامل به دست نیاوردن این 12 نو رو، من این منظورم این بود. و اگر اون گنز مواد غذایی که خب اون فلسفه‌اش حالا جداست. ببینید دیگه نکته خیلی مهم دیگه هم که هست این هستش که شما درسته که 12 نو نمک دارید، ولی اندازه غلظت این رو مثلا در ماهیچه قلب ما نمی‌دونیم. یعنی اگه بخوایم این کارو بکنیم باید بدیم آزمایشگاه این رو دقیق تجزیه کنه داخل مغز چه نوع نمک‌هایی با چه نوع ترکیباتی و چه نوع غلظت‌هایی هست، یا داخل ماهیچه به چه صورت هست. خب بهترین راهش اینه که از اون یه نمونه برداریم گنسشو بسازیم، در اون صورت ما میتونیم اونو کپی برداری بکنیم. الان همین کاری که در مواد غذایی به اصطلاح برای کپی برداری از مواد غذایی انجام میدن همین کارو میکنن. فکر میکنم این راه روش بهتره. حالا اونی هم که شما فرمودین بله، اونم میشه از آزمایشگاه تهیه کرد یا میشه ساختش، ولی بهترین راه به نظر من تولید گنس از خود همون ماده هست، روی اون متمرکز بشین، فکر کنم زودتر به نتیجه برسیم. ممنون. مثلا من میدیدم برای ساخت همین صفحات نانو، این صفحاتی که میذاشتن میخواستن در واقع کاستیک درست کنن، برگ گل رو میکندن میذاشتن کنارش که ایزوتوپای مختلف کربن رو بتونن بسازن، و با این کار مثلا رو صفحه نانو در واقع اینا رو ورود اطلاعات میکردن به نوعی. این مثلا یه روشی بود. حالا همون نمک های مختلف هم شاید بشه مثلا در حینی که ما میخواییم نانو بکنیم و در کنارش قرار بدیم، مثلا مصر رو به این روش نانو بکنیم، نانوهای مختلفی به وجود بیاد و خروجی های مختلفی به ما بده. ممنونم، مرسی، متشکر. آقای بوجاران امکانش هست بلد. که آقای آشیل رو بتونید پنلیست کنید؟ متشکر. آقای آشیل کجا هستن؟ از دستشون گویا این آیکونای پایین صفحه رو ندارن و نمیدونن چجوری میشه پنلیستشون کرد. آشیل من دنبال ایشون دارم، توی چیز میگردم، توی اتندیا میگردم. اوکی دیدمشون. ممنونم. Thank you.
شونو پنلیست کردن ولی قیبشون زدن. نه چی شد؟ ایشونو پنلیست کردن ولی نیستن. شما اسمشون میبینین توی اتندیا؟ الان اومدن. الان اومدن. اوکی. سلام آقای آشیل. بفرمایید. الو سلام. سلام آقای آشیل. حالتون خوبه؟ درود خدمت شما. خوب هستین جناب آقای بوجهرام. خیلی متشکرم. تشکر. تشکر. بفرمایید. دوستان بخیر. ببخشید موضوعم شدم. خواستم فقط قسمت رو به دوستان بگم. البته تجربه یا تحقیق شخصی من راجع به نمک می‌خواستم بگم که همون جوری که حتی شما استادید ببخشید بنده جسارت. خواهش می‌کنم نه شما بفرمایید. همونجوری که میدونیم هر ماده یه خاصیتی داره، به قول من هر پلاسمایی یه کیفیتی داره، یه خاصیتی از خودش داره، یه سری شخصیت ها داره. یه خاصیت مهمی که نمک داره، نمک جاذب بسیار خوبیه. الو سلام هست جانم ابو جانم. صدر میگیرم بله. گفتین جاذبه خوبیه. نمک جاذبه یه خصوصیت خیلی مهمی که داره، جاذب انرژی بسیار قویه. یعنی شما حالا بگم از مسئله قدیم هم بدونید، مثلا میگن اوکی یه دردی داره بدنشو تو آب نمک بذاره. چرا تو آب نمک؟ چون این نمک باعث میشه که اون یه انرژی، حالا اون دردم یک انرژیه. شما به قول معروف واسه گند ساختن یا این آبتون آب نمک بهش اضافه میکنید که یک انرژی رو از محیط جمع کنین داخل یک محفظه. این نمک یه حالت به قول من رو جاذبه بسیار قوی داره، یعنی تو میگیم گراویتی خیلی بالایی داره، به خاطر انرژی رو میتونه در خودش جمع کنه و تا اونجایی که به اشباه برسه، اونجایی که به اشباه برسه دیگه این روند جذبش خیلی میاد پایین. مثلا همین ما خیلی جا از به قول معروف واسه ارتباطات از آب نمک استفاده میکنیم، چون این جاذبه بودنش خودش باعث همون رسانایی بودنش هم میشه، چون اون میدانای پلاسمایی رو همینطور به هم جذب نگه میداره. شما میتونید به قول معروف از داخلش انرژی رد کنید، شما از طریق همین نمک میتونید انرژی جذب کنید. و فکر کنم اون دوست اونم که راجع به برگ موهاش گفته بودن، احتمال من میدم برگ موهایی که استفاده کردن از این برگ موهای شور بوده که دارای نمک بوده و انرژی که حالا بقول من بگم کاستیکی که تو اون حوالی استفاده کردن، این نمک چون جاذبه خیلی قویه واسه انرژی داره، این بقول من انواد انرژی هایی که تو اون محیطش بوده جذب اون قسمت ظرف برگ موشون کرده که در اصل اینو میشه گفت اینو ریاکتور طبیعی به وجود اومده بود اونجا. فکر کنم این نکته تا یه خود به دوستان کمک کنه واسه همین ریاکتورا که نمکی که خصوصیات داره این نمک چیه. حالا باز شما خیلی بهتر شاید بتونید توضیح بدین. نه خیلی جالب بود اینا گفتین. مثلا گفتین نمک مثلا یکی درد داره توی چی بدنش تو نمک میخوابونن. خب و گفتین نمک حالت جاذبه‌ای داره. بله مثلا از قدیم هم یه نوت از جزوه تبای سنتی ما بوده که مثلا یه قسمت بدن که درد داشته توی ظرف هم گفتن آب نمک درست میکردن، اون بدن و اون قسمت از عضو داخل اون ظرف میذاشتن و به قول معروف یه مدت میمون و ماساژ میدادن که این درد یواش یواش میافتاد. نمک یه خاصیتی که داره میگم جاذبه خیلی قوی انرژی داره و تا یک جای انرژی رو میگیره. حتی والا شاید یه خود این قسمتش عرفانی تر شه ولی واقعا هستش. حتی میگن در جایی که شما احساس سنگینی میکنید، در محوطه‌ای که احساس سنگینی میکنید، اون محوطه کمی نمک بپاشید، بذارین چند ساعت اون نمک بمونه که در واقع میگن انرژیای مضر، انرژیای منفی رو اون نمک جذب خودش میکنه و اون وقت اون نمک رو باید به قول معروف جمع کنن از اون منطقه و به آب بدن که به قول من رو آب بتونه همه چیز رو پاک کنه دیگه. نمک جاذبه خیلی گراویتی خیلی بالایی نسبت به مغناطیسی که داره، حتی میتونه در جایی به عنوان آنتی گراویتی ازش استفاده شه.
درست مثلا شما الان نگاه کنین وقتی ما نمک رو یه طرف داریم که گفتیم برای حالت درد، چون این نمک حالت جاذبه‌ای داره با اون درد که چیه؟ درد چی هستش؟ درد در واقع اون سلول‌های بدن یک انرژی زیادی دارن در... چون بدن نمیتونه، این نمک لینک میکنه، رابطه برقرار میکنه با اون سلول‌ها که اون انرژی رو دارن و اون انرژی رو دوباره میگیره به خاطر جاذبه ایش. برای همینه که شما درد میتونین چی بکشونش، درد رو از میگیره به بالانس میرسونه قسمت سلولای بدن. درست همین فانکشن داره. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم میگم با سر تا این گنس گرفتن یا راکتورای دیگه ما چیزای دیگه حتی مورد قسمت‌های کار الکترونیکی بود که یه چیز شبیه راکتورای که گنس میگیرن از آب نمک استفاده میکردیم واسه یه سری کار با امواجینا. این نمک این خاصیت رو داره، یعنی علاوه بر اینکه جریان رو برقرار میکنه خاصیت اصلیشون جاذبه بودن، جذب کننده بودنشه. گفتم شاید اینو بگم خدمت دوستان بتونن خیلی بتونن ازش بهتر استفاده کنن. نه نکته جالبی بود که آوردین، این حالت جاذبه بودنش. خیلی ممنون از وقتی که خواهش میکنم. خیلی متشکر. نه خیلی متشکر برای اینکه دانش رو شیر کردین و یه موضوع جالبی گفتین و ما لذت بردیم. خیلی تشکر از شما. متشکر. خواهش میکنم. آقای سامان. بفرمایید آقای سامان، سوالتون بفرمایید. بکنم از ما از دوران کودکی همون گفتن نمک نخورید، نمک فشار خون میاره زیادیش. آیا اون داستانش چیه استاد؟ یعنی ما الان بازم نهادینه شده، یعنی میگن زیاد بخوری باعث مریضی میشه، ولی ما الان اینجا فهمیدیم که اصلا ما از نمک دور میشیم. یعنی اصلا ما اگه نمک هم نخوریم یه جورایی ناقص میشیم. بعد الان یه چیزی هم که هست سم سفید هم بهش میگن، یعنی خیلی ها من از آشناهام دیدم که اصلا نمک رو قطع کردن، یعنی اصلا دیگه نمک نمیخورن. حالا نمیدونم کار درستی میکنن یا اشتباه میکنن. حالا باز حالا اون چیزایی که ما داریم استفاده میکنیم آیا صنعتی هن؟ حالا بدن اونایی که ما داریم استفاده میکنیم آیا ما باید نمک دریا استفاده کنیم که این مقداری طبیعی تره؟ حالا اینو گفتن یه توضیح بدیم ما این مقداری حتی من توضیحی که فشار خونش رو از پزشکی نمیتونم بگم، ولی به طور کلی وقتی شما یه چیزی که زیادی میخوری، زیادی استفاده کنی، نمک زیادی، خب بدن تعادلش رو از دست میده، اون نمیتونه تعادل داشته باشه. یا مثلا نمک خودتون گفتین وقتی که یه سری نمک ها فقط سدیم کلراید باشه، بذار که شما نمک های باشه که مینرال های مختلفی داشته باشه. البته یه لیست بود که خانم محمدی فرستاد، مثلا که نگاه کنین نمک هایی که لیست خواستم، مثلا کلسیم فرض کن، مگنزیم، فسفات، مثلا اینها نمک های دیگه هستن. ولی خب اگه شما نمک زیادی رو داشته باشین خب اینم خوب نیست. برای همه خب اونه که نمک زیاد دارن میگن خب نمک کمتری باید بخورن، یا غذایی که خیلی سدیم کلراید توشون زیاد باشه. الان غذایی که پروسس شده است نمک خیلی زیادی تو این هستش، خب برای همین هم بدن اون چیز یک فعل فاعل منفی نشون میده نسبت بهش. حالا کسی توضیح بیشتری داره میتونن ارائه کنن، ولی تنها چیزی که من میدونم اینه. کمترش کنم. من خودم زیاد استفاده میکنم. حالا نمیدونم ولی باید کمترش کنم. حالا سوال بعدم اینه دکتر. به عنوان مثال ما الان فهمیدیم که چه نقطه‌ای از بدن ما میخواییم یک نمک رو استفاده کنیم. آیا میشه ما مثلا ما میخواییم از نمک منیزیم استفاده کنیم. درسته؟ ولی در دسترس نیست. ولی نمک خالص داریم. ما میشه مثلا عنصر مثلا منیزیومو بیاریم با اون نمک خالصمون مخلوط کنیم اون رو بدیم برای گنس میشن تو چیزی؟ اینو دور بگین. گفتین نمک خالص با فلز منیزیوم قاطی کنیم؟ نه پودر منیزیوم به عنوان مثال میگم، مثلا ما نمک منیزیوم به دست بیاریم همچین چیزی میشه؟ نمک منیزیوم. خب ببین شما میخوای یک در واقع در واقع وقتی وارد بدن ما میشه چی میشه؟ همه چی میشه انرژی، درسته؟ حالا شما چه برای گنس میگم
استاد برای ساخت گند. درست. آره مثلا بنان مثال من الان تو بازار نمک کلسیم نیست، من میام نمک خالص رو با پودر کلسیم مخلوط کنم بعد اینو باش گند ساز کنم، این اشتباهه یا میشه همچین کاری؟ نمک خالص رو بگیریم با پودر کلسیم بخواییم اینو گندسازش بکنیم. آره مخلوط کنیم. آقای بجارت اجازه بدید من جوابشون رو بدم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید اینجا توی این مدار مغناطیسی که داخل راکتور هست شما باید بتونید اون کلسیوم یا اون منیزیوم رو به یون مثبت تبدیل بکنید. ما چرا میایم از مثلا NaCl استفاده می‌کنیم؟ چرا سدیم خالص نمی‌ندازیم اون تو؟ چون سدیم خالص این قابلیت رو نداره که الکترونشو آره از دست بده به یون مثبت تبدیل بشه، چون به صورت فلز و خالصه. شما نمیتونید از منیزیم خالص استفاده بکنید به عنوان نمک. میتونید بله یونیزه بشه چی مثلا بعضی از اگر بتونید به صورت آره اگر به صورت یون مثبت در بیارید اونجا اون شاید جواب بده، ولی خب بهترین راش این هستش که از نمک اون فلز استفاده کنیم. ما نمک تقریبا همه فلزات رو میتونیم داشته باشیم توی آزمایشگاه، میتونیم از اونا استفاده بکنیم. بازار هستش همرو؟ بله مثلا کلسیوم که شما میفرمایید، خب کلسیوم خب استخون هم داره، پوست و تخم مرغ هم داره، ولی اینو نمیشه داخل راکتور استفاده کرد برای اینکه بگیم آقا کلسیوم این بیاد به یون مثبت تبدیل بشه. میشه از نمک کلسیوم استفاده کرد یا منیزیوم، مثلا اون نمک منیزیوم رو استفاده کرد که اینجا اون چیزی که میخوایم جوابش بده، چون هدف ما اینه که اطلاعات جاذب بودن، همونجور که آقای آشیل فرمودن، اطلاعات جاذب بودن این منیزیوم رو به عنوان نمک داخل اون سیستم داشته باشیم که مدوله بشه امواجش روی اون گنس CO2ی که مثلا میخواییم بسازیم، که اون گنس CO2 اطلاعات اون منیزیوم هم داشته باشه. اینو من فکر میکنم باید به این صورت استفاده بکنیم. یه سوال دیگه، خب مثلا با اون شما میگین نمک کلسیوم، پیوند کلسیوم با اون نمک خالص چیه؟ اینا چه ارتباطی دارن؟ چه پیوندی بینشون هست؟ ما اینو میتونیم استفاده کنیم. ببین اینا با هم دیگه اونجا واکنش نمیدونم، حالا شاید واکنش شیمیایی، مثلا اینم کلسیم هم مثبت، سدیم هم مثبت، حالا بعید میدونم اونجا بتونم واکنش بده، یعنی از اول یا واکنش شیمیایی با هم دیگه انجام بدم، ولی اون میدانی رو که کلسیم هم مثبت جذب خودش میکنه از پلاسما و این میدان مدلو میشه، میدانش روی به اصطلاح اون گنس CO2، اون برامون مهمه. یعنی اون گنس CO2ی که ما داریم اونجا توی راکتور میسازیم اطلاعات مثلا منیزیوم رو هم داره، اطلاعات سدیم رو هم داره، یا مثلا کلسیوم یون مثبت کلسیوم بریدیم اون تو اطلاعات کلسیوم رو هم داره. من فکر میکنم هدف اینه. درسته، من اینو کاملا در جریانش هستم، ولی من مشکل اصلی ما الان، ما اگه بخوایم حرفه‌ای‌تر بخوایم گنسمون رو درست کنیم، ما باید با نمک‌های هدفمندتر بریم جلو. یعنی مثلا به عنوان مثال قدم اول ما، حالا تو هلس اگه بخوایم بریم جلو، قدم اول ما اینه که بفهمیم اون باف چه نمکی رو درش هست. ما قدم اول اینه، یعنی ما باید اینو بفهمیم که بعد دیگه راحت میشیم دیگه. مثلا اگه ما بفهمیم به عنوان مثال الان این عضله من که درد میکنه حالا یا نیاز به جراحی داره، این نمکی که اونجاست کلسیم، ما این دانش اگه بفهمیم دیگه بقیش دیگه راحته، دیگه میریم گنسش رو میسازیم و به صورت هدفمند دیگه ما باید گنس بزنیم. سوال اصلی اینه که حالا ما نمیدونم باید چجوری تحقیق کنیم که ما تک به تک اون نمکایی که تو تمام ارگانهای ما به کار رفته شده، ما الان اینو نمیدونیم. موضوع اصلی اینه به نظرم، کشف نمک‌های موجود در بدن. من راجع به کشف نمک‌های موجود در بدن اطلاعاتی ندارم، ولی
اون چیزی که من از آقای کشه سوال کردم و ایشون فرمودن، گفتن شما میتونید از همون عضو یا از همون چیز به اصطلاح گنسشو بسازید و اطلاعاتشو بردارید و کپی برداری بکنید برای اون مقاصدی که دارید. خب من از عضو مثلا چیزم باید بکنم که مثلا چیز کنم، یعنی من از گوشتم باید بکنم که مثلا حالا ببینید در علم پزشکی هم به هر حال اینا برای اینکه بفهمن این اعضا چه چیزی داره، به هر حال حالا از اجساد یا حالا جای دیگه به هر حال یک بخشی رو برداشتن و این رو انجام دادن. الان شما ببینید برای تومورا میان نمونه برداری میکنن و اون نمونه رو میفرستن آزمایشگاه یا تجزیه شیمیایی میکنن یا حالا بافتاشو مشخص میکنن، اینا به هر حال میان نمونه برداری میکنن. الان در کاپ سلامتی ما همین کارو میکنیم. ببینید گنس سوتو یا اون آب سوتو رو میریزن داخل یه ظرفی، اون میوه رو میذارن بالاش، یعنی اطلاعات میوه کپی میشه داخل اون گنس، یعنی مدلای میشه امواجش روی اون گنس. اون گنس سوتوی شما اطلاعات اون میوه هم داره. حالا همینو شما میتونید برای مقاصد دیگه تون استفاده بکنید. مثلا اون گفته که یه حتی حشره رو مثلا شما بیاین یه قسمتون رو بگیرین توی انفورمیشنش رو بیارین توی اون گنستون، مثلا شما اگه بیایی فرض کن از اگه ابسن سالت استفاده کنیم، این خب مگنزیوم داره، برای مگنزیوم قدرت های مختلف داره، خب این باعث میشه تمام حشرات رو از بین ببره یا اذیت بکنه. پس به من موقعی که شما میخوای گولات رو فرض کن پالینیشن بکنین و اون قسمت شما منی زنبورا رو دست دادی، خب یا اونا نمیان به خاطر اینکه محیط براشون نامناسبه، ولی شما میخوای شته رو از بین ببری، پس من وقتی شما شته استفاده کنی اون نمکی تو اون هستش و از اون گنس شو درست میکنی، میتونی از اون یک محیط درست بکنی که اون شته مثلا نیاد اونجا. درست آقای دکتر، بله بهترین راهش اینه که از خود همون موجود ما بیایم گنسشو بسازیم، چون هر موجودی امضای اثر انگشت خاص خودشو در این دنیا داره و اگه ما بتونیم از اون موجود گنسشو بسازیم، احتمال زیاد اون گنسی که ساخته شده حالا تاثیرات مثبت یا منفیش برای اون موجود خاص بیشتر خواهد بود تا موجودات دیگه. این فعلا بهترین روشه حالا تا سیستم های دیگه به قول معروف شناخته بشه و ما دقیق تر بتونیم عمل بکنیم. سوال دیگه دارین آقای سامان؟ نه من جواب گرفتم حالا کلن خیلی تحقیق کنیم حالا ببینم درست از ما نمکایی توشون استفاده شده اینجوری. اگه ما اینو بفهمیم حالا من از بچه هم پایش کنم اینو خودشون برن جداگانه تحقیق کنم حالا که ما هممون بازی ارائه داشته باشیم که بیاییم بگیم که مثلا من اینو یافتم اینو یافته که چه نمکایی استفاده شده، اینجوری ما راهمون همواره حالا تو قسمت و حالا تو بخشای دیگه ما هموارتر میشه. خواهش میکنم. خب جالبه که ما سر گنسا صحبت کردیم، سر قدرت های گنسا با نمک های مختلف. دوست ما آقای فرهمند یک ارائه دارن که برای درست کردن گنسا و میشون میخوان ارائه بدن. خب جالبه که بهشون گوش کنیم و ببینیم که چجوری ایشون میخوان گنسا رو به صورت اوتوماسیون و اوتوماتیک بگیرن. خب من این پریزنتیشن رو دوباره میارم که ایشون بتونن ارائه بدن. میخوایم من اول عکس‌ها رو بیارم آقای فرهمند؟ درود بر شما جناب دکتر، اگه زحمت بکشید ممنون میشم، همچنین دوستان عزیز و خانم محمدی عزیز. خیلی متشکرم، سلام به شما، درود به شما. خب این عکس اولتون بود، حتی نمیدونم من ترتیباش رو درست گذاشتم ولی فکر کنم این اولیش بود. میخواین همه رو نشون بدم یا یکی یکی صحبت کنیم؟ میخواین اول عکس ها رو نشون بدید بعد رو یکی از عکس ها وای میسیم یه توضیح میدیم، شروع میکنم به توضیح دادن اگر زحمت بکشید. نه نه همونطور که عکس ها رو نشون میدید اینا کانسپت هاییه که از یک مجموعه تولید اتوماسیون
گنس ها هستش که من روش کار کردم و در اصل بر این که بالاخره این سیستم داره همینجوری پیشرفته تر میشه و عظیمتر میشه، بزرگتر میشه، دوستان همه ماشاءالله دیگه تو این کار حرفه‌ای تر شدن و همه اساتیدی هم برای خودشون و میتونن حتی نظرات خاصی رو بدن و بشه یه مجموعه بزرگی رو تولید کرد، تشکیل داد که در از این کانسپت هایی که الان شما میبینی دو تا کانسپت دارم، یه دونش به صورت هرمیه برای تولید گنس، یه دونش هم به صورت خود کره زمین و یک ذره پلاسما که حالا ذرات و اینا من برای اینکه میخواستم یکم زیبایی کانسپت داشته باشه و به طبیعت خودش برگرده بیشتر رو اون توپیه بیشتر متمرکز شدم، البته فرقی نداره جفتشون یکیه، ولی خب میخواستم که دوستان دیگه هم ببینن این طرح و این دوتا کانسپت رو که ببینن مثلا چجوری نظراتشون هم بدن، چون واقعا یه مجموعه بزرگی میشه، همه با هم دیگه همکاری میکنیم، یک ساختمان عظیمی از تولید گنس به صورت اتوماسیون و دیگه کسی، یعنی هر کارخونه ای اگه بخواد توی ایران تولید بشه یا تو کشورهای دیگه، ما میتونیم با هم دیگه توی این تیم توی ایران روی این ساختمان و استراکچر اصلی کار کنیم. دستتون درنگ رو همین اگه استاپ بکنید من یه توضیح کامل بدم. خب از اونجایی که خواهش میکنم لطف کردید، خب از اونجایی که دوستان همه از روز اول شروع کردن یادگیری چجوری نانوکد کردن، چجوری گنس ساختن، در اصل نانوکد کردن که اول شروع کنن به تولید گنس و روابطش رو با ساخت دستگاه ها یاد بگیرن، یا تمام درسایی که ما از جناب دکتر یا جناب پروفسور داریم یاد میگیریم اصلا اینا به چه درد ما میخورن و در اصل ما چجوری میتونیم اصلا اینو به صورت اتوماسیون کنیم و بتونیم تولید رو برای سالهای دیگه و همینطور اصلا یک نظمی بدیم به این همه علم و اصلا خود این تولید گنس خودش بزرگترین در اصل علمیه که جدا از تولید دستگاه ها و یا سیستم های پرواز و اینا، خود این یک کارخونه عظیمه و همینطور که الان تو این جلسه ما متوجه شدیم تمام دوستان از جهات مختلف باز کردن این بخشو و همین که انقدر گسترده است، خب مشخصا احتیاج به یک پردازش عظیمی داره و ما باید خیلی بیشتر روش توجه کنیم و بتونیم با هم دیگه یک در از سیستم خوبی و برای تولید گنس به صورت انبوه برای این کره خاکی به وجود بیاریم. حالا دوستان هر کدوم تخصص خودشون دارن میتونن تو اون بخش تخصصی مجموعه رو ببرن جلو، البته هر کسی که دوست داره میتونه توی این تر در اصل شراکت کنه، از لحاظ ایده پردازی، فکر، از لحاظ اینکه پردازش کنه ایرادهای این تر چیه و اصلا چه کارهایی ما میتونیم روش انجام بدیم که این بتونه اون در از خروجی که باید به ما بده. خب اینجا همینجور که میبینید توی عکس من اومدم یه ساختمان کروی و کانسپتی که در از طراحی شده در از طراحی خیلی ساده ای داره، همون ظرفایی که همه دوستان میچینن، ستابایی که میذارن، رکتورایی که در از تو خونه هاشون دارن همینجا چیده شده، فقط با این فرق که اینجا تمام اون کارهایی که دوستان با دستشون انجام میدن یا مثلا هم زدن نمک یا میکس کردن نمک با آب یا اون قرار دادن اون در اصل نانوکد ها و یا اون فلزات داخل رکتور، اینجا از طریق این ساختمان به صورت اتوماتیک انجام میشه. حالا این کانسپت چه ایده هایی توش داره؟ اینکه از 0 تا 100 تولید گنس از لحاظ مثلا
ایجاد و شستشو و خروج و بسته‌بندی شدن. حالا اون مراحل خیلی مراحل پیچیده‌ای، من فقط سطحی بهشون یک درس توضیح کوچیکی رو میدم که فقط ازش رد شم، چون شاید ساعت‌ها با هم دیگه صحبت کنیم در موردش. ساختمان اصلی یک کره است که حالا به صورت همون ذره ساخته شده. یک دوربینی هست با یه رباتی که تمام این ساختمون رو از پایین تا بالا میتونه زیر نظر بگیره. این دوربین خودش به سنسورهای مختلفی تجهیز میشه و اون رباتی که حالا من اینجا نکشیدمش به دلیل اینکه تو این بخش میخواستم اتفاقا با بچه‌ها یک شوری بذارم تو گروه که همه ایده‌هاشونو بدن واسه اون ربات. حالا بیشتر توضیح میدم در موردش که این اصلا ربات میخواد چیکار کنه. این ربات همون کاریو میکنه که من و شما با ستاپمون میکنیم، مثلا برداشتنش، گذاشتنش، مثلا دیدنش، آمینو اسیدی که روی داخل ظرف روی آب تشکیل میشه، اون وظیفه اون رباته که اونو بر اساس اون شماره یا کدینگ اون ظرف یا رکتور ما در اصل جذبش کنه و داخل یک محفظه‌ای داخل فایلش قرار بده. یعنی هر ظرف که ستابش بسته میشه تمام اطلاعاتش از طریق کامپیوتر مرکزی که داخل خود این در از هسته این استرکچر ذخیره میشه و بر اساس همون در از ستاپ اونم کدینگ میشه. پس اینجوری ما اطلاعاتمون به طور اتوماسیون اینجا شروع میکنه به ذخیره سازی و فایل بندی و ما میتونیم بر اساس اون اطلاعات از خروجی دریافت گنس کنیم و یا حالا هر چی که میخواییم استفاده کنیم در رابطه با سلامتی یا هر چیزی. خب ساختمان اینه، خیلی زیاد پیچیده هم نیست و کانسپت رو هم دیدید. حالا یه برگه ای هستش که توی عکس ها هست جناب دکتر اگه زحمت بکشید، اونجا داخل این سیستم در اصل پردازش این سیستم کشیده شده به صورت شماتیک. دوستان محض این که توضیح بدم خودشون، چون همه میدونن داخل چیه، چه اتفاقی داره میفته، فقط من میخواستم که در حدی که بدونن که این اصلا کارایش چیه. خب اینجا ما تو عکسمون، من اومدم برای اینکه راحت بتونم توضیح بدم، به صورت در اصل شماره بندی گذاشتم اینا رو از اون بالا دست چپ، مخزن تولید آب مقطر که یه ورودی آب داره، آب وارد این مخزن میشه و تمام این کارخونه تمام اون مراحلی که باید آب مقطر تولید بشه رو انجام میده برای خودش مجزا. وسط بالا شماره دو مخزن میکس و ذخیره آب مقطر و نمک، یعنی ما این مخزن شماره دو رو برای میکس آب و درس نمک داریم اون وسط. یعنی یه کاری که این انجام میده عمل میکسر رو انجام میده. مخزن شماره سه که دست راست هست در اصل فایل نگهداری نمک های مختلفه که اصلا توضیحاتش رو دوستان کاملا دادن، خیلی هم عالی، و هر نوع نمکی که شما داشته باشید میتونید داخل این فایل قرار بدید و بر اساس پردازش کامپیوتر و نوع در از تولید شما اینا میتونه محاسبه بشه و بره داخل میکسر با آب مقطر در صدا در از میکس بشه و از مخزن یک سری خروجی هست که میاد میره به شماره 4, 5 و 6. اینا در اصل همون ظرفایی هستن که روی بدنه استراکچر اون در اصل ساختمون کروی قرار میگیرن. خب بر اساس اینکه ما بتونیم بفهمیم که چجوری باید این چیدمانا رو انجام بدیم، خب این خود این ظرفا شاید سوال پیش بیاد برای دوستان که نزدیک بودنشون خوب تاثیراتی رو هم داره، دور بودنشون. خب همه اینا مد نظر گرفته شده، پردازش میخواد بشه در طول تولید و ساخت. این که
این سه تا ظرفی که الان فعلا من اومدم چون عباده کوچیکی بود اومدم روی سه تا ظرف توضیحاتو دارم میدم به دوستان. این که وقتی از میکسر خروجی میاد داخل این سه تا ظرف، در اصل ما سه تا بامون میتونن پر از آب نمک بشن. بعد حالا هر ستاب بر اساس اون رباتی که در از کارش کار حمل ایناست، یعنی اینا رو حمل میکنه میاره قسمت پایین روی میز قرار میده و این ستاب در اصل از طریق یک یوزر و یک در اصل اپراتور بررسی میشه که اصلا میخواد اون شماره مثلا ستاب یا رکتور چه گنسی رو تولید کنه. از اونجایی که خب این در اصل ننوکت ها میتونن رو هم دیگه تأثیر بذارن میدان هاشون، شما الان اونجا رو متراکم میبینید، ولی این ساختمون انقدر بزرگه که این گنس، این ستاپ ها یا این رکتور ها هر کدوم میتونن بالای یه متر از هم فاصله داشته باشن. پس مشخصا یکم توی بحث میدان ها ما میتونیم روشون بررسی کنیم، پردازش کنیم که اجازه ندیم میدان های رکتورهای دیگه رو رکتور کناریش تأثیر بذاره، چه بالا کنار هم دیگه چه از بالا به پایین. اینجاست که ما باز اینجا رو با دوستان میخواییم پردازش کنیم، البته اینا همه همفکریه که یه در از پردازش بزرگ و عظیم میخواد که دوستان همه میتونن با هم دیگه کمک کنن این بررسی ها انجام بشه که اصلا این رکتورها چجوری چیده بشن و زوایاشون چی باشه و اصلا تو چه فواصلی قرار بگیرن. خب همینطور که میبینید ظرفها، من یه سری بالاشون، حالا یه سری هاشون میتونه از طریق کامپیوتر تعریف بشه که از طریق دیود فعال بشن، همون LED که ما داریم، یه سریشون میتونن از طریق همشون میتونن دیود باشن، همشون میتونن منبع تغذیه وصل بشن. پس مشخصا برای پردازش اون کامپیوتر همه این کارا رو انجام میده. من خیلی سریع رد میشم، زیاد نمیخوام که زوم کنم که کاملا این الان میخواد چه کاری انجام میده، چون همه دوستان وارد هستن و میدونن چه اتفاقی میفته. زیر ظرف ها یه سری شیرهای پلاستیکی به نام سولونوئید است. حالا این شیرها توی تمام در اصل دستگاه‌های ماشین لباسشویی هست که اینا بر اثر مگنتی که داخلشون هست یک در اصل دریچه‌ای رو باز و بسته می‌کنن. خب از این لحاظ که ما پایین ظرف اگه توجه کرده بشی، پایین هر رکتور به صورت مثلثی و حالت قیف مانند شده. توی این چند مدتی که جناب دکتر بوجاران و تمام دوستان هی صحبت میکردن در مورد این که اصلا این ظرف ها میتونه به شکلهای مختلف باشه، از اونجایی که خب ما میخواییم که این گنس رو ازش مراقبت کنیم و بتونیم تو بهترین شرایط و با کمترین در از تلفات اینو جذبش کنیم، من اومدم فکر کردم خب این ظرف ها همجور که تو بعضی از بحث هم شد به این شکل باشن که بالای ظرف مستطیل باشه، پایین ظرف مثلث باشه که این حالت قیف رو بگیره و اینها به طور اتوماتیک بیان توی یه نقطه متمرکز بشن و جمع بشن و تا جایی که ممکنه گنس ما پراکنده نباشه. برای اینکه بتونیم اینا رو از هم تفکیک کنیم این در اصل کانسپت یا این طرح داده شده و این شیرها تصمیم میگیرن که وقتی گنس تولید شد تو زمانی که حالا کامپیوتر داره بررسی میکنه، دوربین داره چک میکنه و همه این کارا داره انجام میده، وقتی زمان در اصل اون ستاپ کامل شد و حد اکثر راندمان خودش رو تولید کرد بر اساس اون سنسورها و بر اساس دوربین و حتی اون اپراتوری که داره اونا رو میبینه که یه متخصص است در اصل برای تولید گنس، هر در اصل ساختار میتونه یه متخصص یا یه اپراتور خاص خودشو داشته باشه، این کامپیوتر تصمیم میگیره که دریچه خروج گنس رو باز کنه. حالا این گنس وقتی دریچه خروج باز میشه، چون حالت قیفی داره و تو نقطه‌ای متمرکز شده و بهترین شکل میتونه
خارج بشه. حالا چه دلیلی داره که زیر هر در اصل به قول معروف این ظرف هایی که بالا هستن شماره 4 و 5 و 6 باز یه ظرف دیگه به شکل خودشون هست، این که این ظرف های پایینی میان سریعا اونا رو جذب میکنن، یعنی وارد اون ظرف ها میشه و اینا یک سری میکسرهایی دارن که در اصل گنسو بعد از اولین بار که وارد اون منبع ها میشه و اون در اصل ظرف ها میشه که به همون شکل رکتور بالا هست، میاد اینا رو میریزه اونجا برای شستشو. حالا این طریقه شستشو همون طریقهی که همه دوستان دارن انجام میدن، اینجا حالا مکانیزه شده. پس وقتی از ظرف بالایی که رکتور دریچه باز میشه و وارد ظرف دوم میشه، همینطور که توجه میکنید سه تا ظرف بالای هر کدوم یه در اصل حالت مخلوط کن هست، البته در همه این در اصل ظرفا بسته است، یعنی اون ظرفای بالا بازه برای دریافت اکسیژن، به علاوه این که به قول معروف خود اون ظرفایی که بالا هستن از طریق اون شیرهای سولونوئید از زیر میتونن اکسیژن دریافت کنن، یعنی اگر ما بخوایم ظرفی رو وارد هوا رو واردش بکنیم به راحتی میتونیم این کارو انجام بدیم. یعنی اون دریچه حالا سه وضعیتی داره، یه وضعیت برای خروج آب، دو وضعیت برای خروج گنس در اصل، حالا اون مواد در اصل رکتورمون، یه وضعیت هم برای ورود هوا. خب حالا این وقتی از ظرفای بالا ریخته میشه، از توی رکتورای بالا ریخته میشه تو ظرفای پایین، ظرفای پایین عمل شستشو رو انجام میدن. حالا اینجوری که میبینید از رکتورای بالا میتونه آب میتونه گنس بیشتری خارج بشه و بقیه آب فیدبک کنه به مخزن تصفیه آب که پایینه پایینه که شماره 13. چرا این کار انجام میشه؟ برای اینکه تا جایی که ممکنه همون کاری که دوستان انجام میدن آب روی ظرف و خالی میکنه، این عمل انجام میشه برای اینکه دیگه الکی حجم زیادی از نمک وارد ظرف دوم نشه و ما رو درگیر مصرف بیشتر یا زمان بیشتر برای شستشو نده. پس مشخصا ما تا جایی که ممکنه میتونیم با این سیستم‌های هوشمند اون گنس رو دریافت کنیم و بقیه اون آب رو از طریق دریچه سمت چپش وارد مخزن تصفیه آب که شماره 13 پایین پایین بکنیم. این تا اینجا باز عملیات همون به صورت دستی داره انجام میشه. خب همینجور که میبینید میایم تو ظرفای شماره 7 و 8 و 9 که این ظرفا در اصل یه ورودی آب دیگه هم دارن از سمت راست واردشون شده. چرا؟ برای اینکه اون آب مقطع در اصل اون آبی که میخواد از بالا از سیستم در اصل مخزن اصلی بیاد یه فیدبک داره، یعنی از مخزن تولید آب مقطع یه وارد میشه، یه سری مخلوط میشه چون اینجا بخش میکسر ماست، یه سری هم میتونه به صورت مستقیم وارد خود منبع برای شستشو بشه. حالا زیر منبع ها همجور که میبینید منبع های 7 و 8 و 9 باز دوباره یه دونه شیر هستش که به صورت سولونوئید مستقیم رفته تو ظرفای 10 11 12 و باز دوباره سمت چپش هم یه دونه خروجی داره. اینجا هم باز دوباره شما وقتی میخواهید دیگه اون مرحله نهایی که گنس دیگه شستشو داده شد باز خیلی مطمئن بشید که 100% اون نمک ازش گرفته شده، باز آخرین مرحله از آبی که تو سطح بالای ظرف میمونه رو شما باز دوباره وارد مخزن تصفیه میکنید. این فیدبک ها کاملا به صورت اتوماتیک از طریق کامپیوتر انجام میشه و زمان در اصل فعال شدن ستاپ ها و خروجی ستاپ ها. همینجور که میبینید تو ظرف 10 و 11 و 12 تمام گنس ها ذخیره میشن، این ظرف ها هم درشون بسته است و همینطور که میبینید باز دوباره توی این ظرف ها هم برای مصرف ما یه دونه خروجی از بالا داریم تا یک ارتفاعی که گنس نیست که اون میشه آب گنس. پس کامپیوتر میتونه به ما هم آب گنس بده هم خود گنس رو بده. پس اگه از زیر مکش کنه میشه گنس،
اگه از رو مکش کنه تا جایی که ما تو اون ارتفاعی که خود سیستم محاسبه میکنه میشه آب گاز. اینا هم باز دوباره میان داخل کامپیوتر اصلی که خود کامپیوتر اصلی که شماره 14 بلوک 14 عمل میکس و در از ما موسیقیانا میگیم مستر رو انجام میده، یعنی میاد در خروجی توی اون ظرف شماره 15 هر چیزی که ما احتیاج داشته باشیم بر اساس اون کدی مورد نظرمونه تو لیستمونه. مثلا ما گنس CO2 میخوایم مثلا با نمک حالا پتاسیم یا هر چیزی، اینا چون از قبل همه پردازش شده تو اون کامپیوتر میاد این کامپیوتر این کارو برای ما انجام، یعنی هر خروجی رو برای ما آزاد میکنه که از کدوم ظرف وارد ظرف 15 ما بشه. حالا جدا از این کاری که این کامپیوتر انجام میده، یک کار دیگه هم انجام میده که مثل مخزن میکس و ذخیره آب مقطر و نمک میاد به ما سوپ گنس میده، یعنی ما به راحتی میتونیم مثلا شرکت هایی مثل پیکو کالر یا مثلا شرکت هایی که میان رنگا رو با هم دیگه مخلوط میکنن و اون درصد رنگای مختلف و به ما کنتراست های مختلف تو رنگای مختلف برای ساختمان یا دیوار یا هر چیزی میدن، این کامپیوتر هم میاد همون کار رو انجام میده، میاد بر اساس محاسباتی که حالا مجموعه پردازش کرده و یک نرم افزاری رو تولید کرده و داخل اون کامپیوتر گذاشته، اینها رو با همدیگه مخلوط میکنه و سوپ گنس رو به ما تحویل میده در خروجی. حالا دوستان همه کاملا همه این مراحل رو استادن توش دیگه، بعد از ماها و بعضی از دوستان شاید هم چند سال کار کردن میدونن که اصلا به راحتی میشه با این سیستم، یعنی با همین که بشه راش انداخت به راحتی میشه یک سیستم اتوماسیون مرکزی رو ساخت برای آینده. و من هدفم این بود که یه انسجامی بین این گروه که همه واقعا هر کدوم استادیان برای خودشون، جناب دکتر بوجاران که اصلا همیشه دارن زحمت میکشن برای ما، خانم محمدی یا خود جناب پروفسور کشه، ما بیایم این مجموعه رو اگر دوستان دوست داشته باشن، البته میگم این فقط به طور شماتیک و در حد یک طرح بود که کاملا اجراییه، ولی خب زمان میبره و پردازش روش احتیاج به فکر همه دوستان داره، چون همچین هم ساده نیست، خیلی هم میتونه پیچیده باشه، ولی در این حال وقتی اطلاعات کامل باشه میتونه کارایی خوبی داشته باشه. اینو ما تقدیم کنیم به بنیاد کشه از طرف ایران به خاطر اینکه انقدر دارن بر ما زحمت میکشن. هدف منم از این طراحی این بود که دیدم جناب پروفسور تو یکی از ورکشاپ ها اومدن گفتن که میتونید چند تا ظرف رو کنار هم بذارید، اینا رو به هم دیگه دیل کنید و از تو هر ظرف به ظرف بعدی یک کانکتی رو ایجاد کنید و بیایید ببینید چه اتفاقی میفته. این سیستم حتی میتونه اون کارم انجام بده، میتونه همه این میدان ها رو هم دیگه تأثیر بذارن، البته باز هم احتیاج به پردازش داره، همه این در اصل ستاپ ها و رکتورا با زاویه‌های مختلف یا تو فواصل مختلف سالیان مختلف که یعنی سالها که بگذره ما یاد میگیریم این در از هوش مصنوعی این دستگاه رو چجوری تنظیم کنیم که به ما هر نوع گنسی که میخوایم بده، چون ما خطا زیاد داریم این کامپیوترها، این در از سیستمای اتوماسیون میتونن خطاهای ما رو کمتر کنن و بر اساس اون هوش مصنوعی که دارن بهترین کوالیتی و بهترین راندمان رو تو خروجی به ما تحویل بدن. در صورت من متشکرم که لطف کرد جناب دکتر به من اجازه دادید که من این طرح رو برای دوستان در از تشریح کنم و همینطور از خانم محمدی خیلی ممنونم که زحمت ارسال رو کردن و این وقت رو برای من ایجاد کردن، بازم ممنون. اگر حالا اگر دوستان خواهش میکنم اگر حالا دوستان هر توضیحی هر ایرادی، چون میدونید این باید انقدر روش کار بشه
در این حال میگم خیلی ساده میتونه باشه برای دوستانی که فولاده مطمئنن به خودشون که دارن چیکار میکنن، که کم هم نیستن، همه در حد خودشون میدونن، و در این حال انقدر پیچیده است که حتی شاید برای پردازشش باید ماها، شاید هم تا یکی دو سال بش کار کرد. در صورت ممنون لطف کردید، من دیگه عرضی ندارم، فقط همین. راستی جناب دکتر، یکی از دوستان توی ورکشاپ قبلی در مورد سیستم صفات صحبت کردن که من چون موقع دیر رسیده بودم، بعد اومدم نشستم گفتم بذار بیشتر گوش بدم، شاید منم توی اون ایده ها یک چیزایی یاد بگیرم باز از دوستان. این که اون دوست عزیزم که میفرمایند که ما اونجا نول توی ستار مثلث استفاده نمی کنیم، باید باز هم توجه به حرف من یکم بیشتر میکردن، شاید هم ایشون بیشتر از من میدونن، ولی ما اگر جریانی عبور نکنه هیچ چرخش و مغناطیسی هم ایجاد نمیشه. پس مشخصا هر اختلاف فاز خودش میتونه نول بوبین یا سیمپیچ و یا اون کوئل مثلا یک یا دو یا سه مثلا اون موتور باشه، و در این حال همه ستاره مثلث‌ها یه دونه فیدبک اصلی دارن که جمع میشه یه جا، یا تو سه نقطه، یا تو مثلث سه نقطه، یا تو ستاره به یک نقطه، که میشه از اون نقطه یه فیدبک گرفت. اون فیدبک ما میتونه نول پلاسمایی ما باشه. درسته، بازم ممنون از لطفتون. خیلی متشکر. خیلی متشکر آقای فرهمند، خیلی بهرمند شدید. خواهش میکنم، لطف کردید. خواهش میکنم. حالا کسی که سوالی داره راجع به این سیستم میتونن دستشون بلند کنن سوال بپرسن، یا کسایی که از پنلیست ها میخوان سوال کنن بفرمایید. آقای امیر بفرمایید شما. آقای دکتر، من خدمتتون عرض کنم که خیلی خوشحال شدم که آقای فرهمند این سیستم رو ارائه دادم برای تولید انبوه، ولی من فکر میکنم که روش های دیگه هست که میشه ما این تولید انبوه رو انجام بدیم خیلی بهتر و یه مقدار منظمتر. البته ایشون برای ابعاد کارخونه‌ای و تولید وسیع این سیستم رو پیشنهاد دادن. خب اگر ما حساب کنیم برای هر رکتور، چون یه زمان آقای دکتر فرمودن که ما در چین روزانه مقدار زیادی گنس داریم تولید میکنیم، خب اونجا اگه ایشون بخوان از مس استفاده کنن، از روی استفاده کنن، فرض کنین برای CO2، این مقدار زیادی مس میخواد، مقدار زیادی روی میخواد، و همچنین وقت زیادی گرفته میشه برای نانوکت کردن اینها، و بسته اون مشکلاتی که بعداً باز نانوکت خودش به تنهایی خواهد داشت. اینه که من فکر میکنم دوستان یه مقداری فکر خودشون رو بازتر بکنن، به روش‌های بهتری فکر بکنن که ما این از نانوکت هم عبور بکنیم و بتونیم گنس رو بسازیم در مقیاس خیلی خیلی بالا. قطعا روش هایی هست برای این کار، حالا خود آقای دکتر در زمان خاص خودش توضیح بدن من ممنون میشم. من مطمئنم که روش هایی هست برای این کار. ممنون. خیلی متشکرم آقای من. مرسی. من آقای رضا، نمیدونم سوال دارن راجع به این، من ایشونو پنلیست میکنم که سوالتون رو بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام، خیلی متشکرم. شما همچنین بفرمایید سوالتون رو. من فکر میکنم که امیر آقا درست میگن، اگر مثلا یکی از روش‌هایی که ما بتونیم از نانوکد کردن عبور کنیم که وقت و زمان و صرفه‌جویی بکنیم، میتونیم از یه گنس اولیه استفاده کنیم، چینش‌های به حساب چیز ستاره‌ای بچینیم به صورت حجم‌های بزرگ اولیه، و در مرکزشون بتونیم به حساب گنس خاصی رو تولید کنیم، مثلا گنس‌های CO2 بچینیم به صورت به حساب ستاره‌ای، و در مرکز بتونیم گنس CO2
تولید کنیم، چند تا دستگاه برای گنس‌های مختلف تولید کنیم که فقط از یه گنس اولیه استفاده کنیم، یا از چرخش گنس ها استفاده کنیم، به صورت ستاره‌ای بچینیم و گنس ها رو به حساب به صورت ستاره‌ای بچرخونیم و باعث بشه که گنس جدید تولید کنیم با حجم زیاد. فکر می‌کنم این روش بهتر باشه. اگه نگاه بکنیم ما به مثلا کره زمین و خودش فعل فعالش با فیلدهایی که به کره زمین میاد، خود کره زمین چجوری داره گنسشو درست میکنه، موادشو درست میکنه، خب پس به خاطر این فعل فعالت هستش در زاویه که هستش، قدرت های این فیلدها اون گنس ها تولید میشه. پس ما اگه بتونیم همون سیستم رو به حالت یک کارخونه درست بکنیم، میتونیم همون گنس رو به دست بیاریم. اینم یک روشه که ازش به نظر من میرسه. پس به نظرتون جالبه این؟ این نه، به نظر من اینه که مثلا ما اگه بتونیم فیلد ها رو، میدان ها رو درست بکنیم، یعنی میدان ها که هستن، خب بتونیم اونها رو با فعل و انفعال اون بتونیم گنس های مختلفی رو بگیریم. در واقع همون کاری رو که کره زمین انجام میده. کره زمین چجوری زمین طراحی درسته؟ کره زمین چجوری موادش رو، متریال رو درست میکنه؟ به خاطر فعل انفعالاتشون هستش، به خاطر قدرت پلازماهای مختلف. که اگه ما بتونیم همون سیستم رو به وجود بیاریم، میتونیم مواد مختلفی رو به وجود بیاریم طریق میدانها حتی. بله شدنیه. آی دکتر ببخشید، میخواستم اگه اجازه بدین جواب اون دوستمون، چون الان سوال بزرگی برای همه اعضا تو جامعه که بالاخره نمک بخوریم یا نخوریم، میخواستم جواب بدم اگه اجازه بدین. بفرمایید. نه بفرمایید، خوبه بفرمایید. عرضم بزرگتون که اتفاقا تا حدود تقریبا 12-13 سال پیش تو تکسا می نوشتن که فشار خونیا کلا نمک قطع و افراد هم سعی کنن نمک تا اونجایی که امکان داره استفاده نکنن. ولی همزمان تو این 13-14 سال تحقیقات وسیعی در نقاط مختلف دنیا انجام شد و نتیجه چیز دیگه حاصل شد و تکسا عوض شد. مثلا توی سوئیس انجام دادن روی بیماران، اومدن کلا نمک رو توی فشار خونی ها قطع کردن و یه گروه هم نمک به حساب منظم و در حد معقول استفاده میکردن. جالب این بود که فشار خونی هایی که نمکشون رو کلن قطع کرده بودن، خیلی وحشتناک کریزهای فشار خون و حتی حالتهای منجر به سکته داشتن. بعد به این نتیجه رسیدن که مقدار کمی نمک در حد اندازه نرمال برای تنظیم نگه داشتن فشار خون اصلا لازمه. برای همین تکسا تغییر کرد، یعنی از حدود 12 سال پیش تو سه تکس اخیر برانوالد، حالا بچه‌ها میتونن برن نگاه کنن، تکس بین‌المللی قلب و بیماری‌های قلبه، برانوالد معروف هم هستش، توی این سه تا چاپ اخیر دیگه می‌نویسه که فشار خونی‌ها نمک باید استفاده کنن حتما، ولی در حد کم و معقولی که پزشک براشون تعیین می‌کنه. حالا این جواب سوال دوستمون که بالاخره نمک بخوریم یا نخوریم، ما حق نداریم مثلا نمک رو حذف کنیم، چون وقتی نمک هست میشه سنسورهای فشار خون تو کاروتیت ها به راه میفته و یک دفعه ضربان و گرونده قلب به شدت بالا میده برای جبران در واقع حجم داخل عروق، چون همون جوری که میدونیم نمک ها به خصوص NaCl نقش تنظیم کننده فشار داخل عروقی داره که باعث میشه آب رو به داخل خون تنظیم کنه و فشار و گرونده قلب رو در یک حد خاص فشار خون معدل 12.8 ثابت نگه داره. حالا اگه این به یک باره قطع بشه، سیستم های گیرنده فشار خون تو کاروتیت های گردن به ناخودآگاه فعال میشن، مقدار زیادی هم ضربان بالا میده هم حجم برونده، برای همین کریز های وحشتناکی از افزایش فشار خون داریم که معمولا این کریز ها باعث سکته مغزی میشه و خیلی خطرناکه. برای همین ما حق نداریم نمک رو قطع کنیم. این عین جمله تکس بین المللی برانوالده، بلکه باید استفاده بشه حتی در فشار خونی ها، ولی در حد معقول و کم. مسئله دوم، اون آقا فرمودن که آیا ما میتونیم کلسیوم رو وارد نمک NaCl کنیم؟ ببینید، اولا کلسیوم دیگه دوستان فکر میکنن تو گرید دارویی فقط کلسیوم نیست، معمولا کلسیوم به شکل مل هست. مثلا ما داریم کپسول های آماده یا به صورت پود یا به صورت کپسول یا به صورت قرص، مثلا کلسیوم گلوکانات، کلسیوم کربنات،
یا کلسیوم فسفات مثلا. مثلا در پوسته تخم ما کلسیوم فسفات تو استخون کلسیوم فسفاته، کلسیوم به تنهایی نیستش. یعنی شما وقتی پوسته تخم مرغ میای ازش گنس میگیری، گنس در واقع کلسیوم فسفاتو داری میگیری و تو گنست هم فسفات هم هست بخوای یا نخوای. اینطور نیست که فقط کلسیوم تنها به شکل یونیزه اون تو موجود باشه، اصلا هم چیزی نداری. نمک هاشو درست میکنن. مثلا فرض فرمایید که شما الان کلسیوم کربنات مثلا داریم، کلسیوم فسفات داریم، کلسیوم گلوکونات داریم، کلسیوم سولفات داریم، همه انواع اینها وجود داره. و اون نمک هایی هم که میفرمایید، نمک ها مثلا به حساب فلزات قلیایی و قلیایی خاکی نمک های مختلف هم دارن. مثلا فرض فرمایید که همین کلسیوم نمک های مختلف داره و بر اساس اینکه اون نمک هاش با سولفات باشه یا با کربنات باشه یا با گلوکونات باشه، در نقاط مختلف بدن نقش های مختلفی رو ایفا میکنه. پس بچه ها توجه داشته باشن که کلسیوم، وقتی میگیم ملح کلسیوم، این اصطلاح عامیانه است. نمک کلسیوم اصطلاح علمیش اینه که کلسیوم میتونه با عوامل دیگه به حساب یونی با نمک های مختلف تولید کنه، مثل کلسیوم کربنات، کلسیوم مثلا زینک، زینک سولفات ما داریم تو بدن، زینک گلوکونات داریم، زینک کربنات داریم، انواع اقسام. یعنی حتی اگه 12 تا مثلا شما فلز قلیایی رو حساب بکنید، ممکنه بی نهایت نمک های مختلف تو بدن درست کنه که هر کدومشون تو یه جایی از بدن یه کار خاصی رو انجام میدن. این توضیح رو خواستم بدم خدمتتون. و اینکه نمک رو گفتن مثلا ما بیام کلسیوم رو قاطی نمک کنیم، این اصلا مفهومی نداره. نمک یعنی NaCl. کلسیوم وقتی شما وارد میکنی، مثلا کلسیوم کربنات رو شما میخوای وارد کنی گرید دارویی، خب اون برای خودش یه جا وای میسته، جدا یون خودشو داره، حالت پیوند یونی خودشو داره، NaCl هم پیوند یونی خودشو داره، یه جای دیگه وای میسته. وقتی داخل محلول میشه، بله، به صورت یه یونیزه مجموعه یونیزاسیون ایجاد میشه که توش Na هست، Na مثبت، Cl منفی هستش، کربنات با یون منفی وجود داره، کلسیم با یون مثبت وجود داره، یه میکسی میشه از اینها. اینو خواستم توضیح بدم، ببخشید وقتم رو گرفتم، معذرت. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. نه، توضیحاتتون خیلی مفید و خیلی خوب و خیلی کمک کرد اینجا، خیلی ممنون. حالا من یه سر فشارخون که صحبت میکنیم، ببینید وقتی که ما گنس درست میکنیم، ما دیدیم که اینجا وقتی که اون آمینو اسیدها رو به دست میاریم، بعد اگر ما یک آهن رو اینجا قرار بدیم، ما چی گرفتیم؟ هموگلوبین گرفتیم، شروع کردیم به خون گرفتن. این هموگلوبینی که اینجا به وجود میاد، این هموگلوبین لخته نمیشه، بسته نمیشه، برای اینکه این هموگلوبین به ایموشن، به احساس بسته نیست. وقتی که خون با ایموشن رابطه پیدا میکنه، در بدن، تو محیط بدن میاد، اون موقع است که این خون لخته میشه. چرا لخته میشه؟ اینا همش به خاطر احساس و ایناست، به خاطر اینکه بدن اون، چون مغز نمیخواد اون فشارها رو داشته باشه، به اون درد رو احساس بکنه، مثلا چی میشه؟ این باعث سکته میشه. مثلا شما نگاه کنین، ما توی مغز، این سر ماست و این روح ما در اینجا. ما در اینجا میبینیم که رابطه بین روح ما و قسمت مغز چیه؟ تو قسمت ایموشن. اینجا ما میدانهای مختلفی رو توی مغزمون داریم. وقتی که این ارتباط اینها و فعل و انفعالات بسکن روح در این حد باشه، اینجا قدرت فیزیکالیه، تو این مقطع، تو اینجا
قدرت فیزیکی بین این دوتاست. اینجا قسمت چیه؟ فیزیکی و ایموشن ما. این قسمت اینجا سول ماست. وقتی که این میدان میاد اینجا قرار میگیره، اینجا ایموشن عشق، و میبینیم که بین اینا چه هستش؟ اینا در واقع ایموشن های مختلفی رو با سول برقرار میکنه. اما موقعی که سول مستقیماً با قسمت فیزیکالیتی چکار میکنه؟ ارتباط مستقیم برقرار میکنه، اینجا رو ما بهش میگیم سکته. برای که اون موقع است که کنار سر اون رگ ها چی میشن؟ خون بسته میشه، به خاطر اینکه بدن از از فیزیکالیتی، مغز نمیتونه اون درد رو تحمل کنه، اون فشار رو تحمل کنه، بنابراین چی میشه؟ خون لخته میشه. اینا به خاطر ایموشنه. حالا وقتی ما میگیم که فشار خون اصلش چیه؟ اینا باز برمیگرده به اون احساس ایموشن ما و اونه که باعث اینا میشه. ما اگه بهم اونا رو درست بکنیم میتونیم فشار خون هم درست بکنیم. این چیزی که میخواستم اضافه کنم که البته این یه قسمتی بود باز از توی ارائه که میخواستم امروز بدم، قسمتی از اون بود که الان موقعش بود که بگم، که الان توصیل به شما دادم. و اینجا ما اگر بیایم نزدیک بشیم، وقتی ما میایم به این قسمت میرسیم، به سول، این قسمت که وقتی خواب میبینیم در حالت خواب و رویا میبینیم که اینجا در واقع یک پلی بین فیزیکالیتی و روح هستش. یعنی ما در یک بود دیگه هستیم که اون بود به فیزیکالیتی چه هستش؟ به چشم ما میاد که ما اونو میتونیم اون خوابو ببینیم. پس بنابراین ما هر چقدر که اینجا نزدیکتر بشیم به روح، ما میایم تو یک بود چی هستیم؟ بود روح هستیم. حالا اینو باز در هفته بعد که من اینو راه میدم، این یه بخششی که میتونیم باز کنیم، ولی اینجا سر این مسئله فشار خون و نمک دیدم که موقع خوبی که کمی توضیح بدم. ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم. خب آقای امس، اگر شما سوالی دارین بفرمایید. سلام. سلام آقای، بفرمایید سوال. شب شما بخیر. به همچنین برای شما. خسته نباشید. تشکر. عرض کنم که ما در یه مرحله قرار گرفتیم که یه خود گنگ مسائل مثلا پزشکی که ما بخوایم هدفمند، یا بخوایم بگیم که همون نمکی که مثال زدن دوستمون یا شما مثال زدید، هر نقطه از بدن یک نمکی داره و تشخیص این نمک ها بسیار کار مشکلیه. خب اگر که ما بخوایم با این شکلی تحقیق اینطوری بریم جلوی، شاید یه مقدار کارمون طولانی بشه. اما اگر که تکیه کنیم به علوم گیاه‌شناسی، می‌بینیم که مثلا هر گیاهی یک خاصیت عمده‌ای داره راجع به یک موضوعی و خاصیت های دیگه ای هم داره. خب بعد ما اینجا متوجه میشیم که این نمکی که ما مد نظرمون هست در مورد عضله، در مورد مغز، اعصاب، چشم و هر جایی که مد نظرمون هست، الان توی گیاهی الان هست، از قدیم هم روش کار شده. مثلا
میتونم مثال بزنم که گیاه پای خر، اشتباهش پای خر نه، گیاه ما داریم به نام پای خر. خب این گیاه پای خر برای بیمارای ام اس خوبه، توصیه شده، جواب مثبت داده. خب اگر که بخوایم کمک بکنیم به بیمارامون، خب این گیاه رو ما میشونیم بگیریم، حالا گرم سرد هرچی هست به یک حالت نرمالی برسونیم و بعد بخوردش بدیم، که همین کاری که تا حالا علم پزشکی قدیم میکرده. اما ما میخواییم که از این موضوع، از این علممون در این راستا استفاده بکنیم. به اینجا رسیدیم که هر نمک خاص خودش داره، یا بیشتر میتونیم با اون نمک خاص خودش بهش کمک بکنیم. ما اگر که فرض کنیم که همون بیماری MS رو اگر فرض کنیم بخواییم کمکشون کنیم، اینجا نمک پای خر و گیاه پای خر رو اینجا خودمون میتونیم تولید کنیم. به این شکل که اصلا کل نمک چی هستش؟ نمک ما یک محیط قلیایی داریم، یک محیط اسیدی داریم. بعد این محیط قلیایی با اسیدی وقتی که قرار مقاطی میشن در یک نرمال قرار میگیرن که اون بهش ما میگیم نمک. یعنی پهاش فرض کنید قلیاییمون 12-13، پهاش اسیدیمون فرض کنید 2-3-1، و اسیدی از طرفی میتونه گیاه ها رو بخوره، تجزیهشون بکنه، و قلیایی هم همین کار رو انجام میده. پس همین گیاه رو ما میتونیم دو قسمتش بکنیم. یک قسمتی رو بیاییم با محلول قلیاییمون بذاریم برای کاستیک شدن، و یک قسمت دیگه ای رو مساوی بیاریم تو محیط اسیدی، مثلا مثل سرکه یا چیزایی شبیه این، و میوه‌های ترش هست که مثلا این میوه ترش این خواص هم داره که البته اینم چون جزء پایه قرار میگیره ما میتونیم انتخاب بکنیم. محیط کاستیکمون هم همینطور میتونیم انتخاب بکنیم که چه نوع کاستیکی بخوایم استفاده بکنیم، چون خود همین کاستیک هم خودش نمکه، یعنی ما اینا که میبینیم نمکه. خب بعد اینا تیگه یک زمانی تجزیه میشن، اون در محیط قلیایی و اون یکی در محیط اسیدی. و اگر که مثلا حالا اگر میخوایم هر کاری رو بکنیم باهاشون در اون حالت اسیدی یا قلیایی باهاشون انجام میدیم، چیزی اضافه کم بکنیم بهشون، و بعد اینها رو با هم قاطی میکنیم به نسبتی که پهاشمت همون پهاشمت حدود نمک رو نشون بده، فکر میکنم 4.5 این حدودا باشه، و اینجاست که ما این نمک رو به دست آوردیم. نمک چی؟ این گیاه رو به دست آوردیم. خب ما از خواص گیاه، ما از خواص نمک میدونیم که جاذب میدانهای مغناطیسی هستش و غیره و غیره که دوستامون اشاره کردن و همه مطلعن، و اینجا میتونیم که این نمک رو هم به شکلی حالا به بدنش بمالیم، به بدن بیمارمون بمالیم، میتونیم خیلی خیلی جزئی به خودش بدیم، عملش رو ببینیم، و میتونیم به صورت ریاکتور در بیاریم که اینو به صورت ریاکتور باشه و بچرخه و اون محیطمون و اون انرژی که ما مد نظرمون هست به محیطمون بده. اینجا فکر میکنم که ما اگر تکیه کنیم رو علوم گیاهی خیلی به دردمون بخوره، و تجربیاتی که هست مثلا اون استاد یک نسخه ای داره که مثلا برای اون عضو، برای اون هدف خوبه، اوکیه. خب از چند تا ترکیب ساخته شده، 5 تا 10 تا 20 تا، حالا ما اینش هم کار نداریم. ما این گیاه رو که الان میدونیم که اوکیه، این ترکیب اوکیه، ما میریم اینو دو قسمتش میکنیم، یه قسمت در محیط قلیایی، یه قسمت در محیط اسیدی، و توی مراحلی چون محیط اسیدیش یه مقدار دیرتر
چیز میکنه تجزیه میشه یه مقدار زمان میبره، ولی خب خوبه اینا رو یه مدتی نگه داریم، حالا یه هفته ده روز خیلی خوب میشه نگه داریم، بعد از اونم که بیایم اینا رو تصفیه بکنیم، یعنی خارخاشاکش حالا هرچی هستش اگر فیلترهای عبور بدیم کاملا زلال بشه صاف بشه و بعد اینا رو قاطی بکنیم که با پهاش متر اینا رو میتونیم فاین بکنیم. حالا ما میتونیم محیطمون رو بگیم که ما میخواییم حدودا قلیایی باشه، یه کمی پهاشمون رو سمت قلیایی میبریم، اگه میخواییم محیطمون یه کمی حالت اسیدی داشته باشه میاریم محیط این چیزمون رو بالانسمون رو روی حالت اسیدی هم میدیم، ولی خیلی جزئی با چند دهم میشه این کار رو کنسول کرد. خواستم یه کمکی کرده باشم به علم پزشکی که الان دوستانمون هستن، پزشکا هستن، شما هستید، همه اساتید محترم هستن، این مقوله بسیار خوب و موثریه. مثلا ما میدونیم گیاهای مختلف هست، مثلا بنفشه چه خاصیتی داره، بنفشه خاصیتایی که داره مویرگ به وجود میاره، از ویژگی هایی که داره مثلا برای حساسیت ها هستش، برای سیستم عصبی و گوارش و اینا مفیده. فرض کنید که ما همین گیاه بنفشه رو وقتی که اینو قاطی میکنیم، وقتی که در محیط اسیدی قرار میدیم، همین گیاه بنفشه رو وقتی که در محیط اسیدی قرار میدیم فکر میکنم که سبز باشه و در محیط ببخشید در محیط قلیایی که قرار میدیم سبز میشه و در محیط اسیدی که قرار میدیم قرمز میشه و بعدش اینا رو که با هم ترکیب بکنیم، خب ما گنس اینا یه چیزی شبیه این هم میتونیم در رکتورمون استفاده بکنیم، باهاش گنس خاصی تولید کنیم به جای اینکه ما نمک چیه؟ نمک همین اسیده و همون بازه، این دوتا با هم قاطی شدن شدن نمک. خب این هم که ما به دست آوردیم همون نمکه، حالا اینو میایم به صورت گنس هم میتونیم در بیاریم که گنسی رو به وجود آوردیم در محیط نمکی که مال اون گیاه خاصی با اون خواص خاص است. ما وقتی که میریم روی فلزات یه خود چون محدودیت داریم یه مقدار دستمون بسته است، اما وقتی که میایم روی گیاه ها میبینیم دستمون خیلی بازه، به جای اینکه مثلا اون نمک اون چیز رو استفاده بکنیم میایم گیاه اون موضوع رو استفاده بکنیم. هست گیاه های مختلف برای استخوان هست، برای چشم و اعصاب و غیره و غیره، و همین ها توی کتاب ها خیلی زیاد هم هست. خب کسایی که مایل باشن میتونن تحقیق کنن برن دنبالش و مطمئنن نتایج خوبی رو دنبال خواهد باشن، موفق باشن. خیلی متشکر، خیلی ممنون. کسی که سوالی داره میتونن سوال بکنن. عذرخواهی میکنم دوستمون اشاره کردن راجع به مواد غذایی که اینها رو میان تو محیط کاستیک، درسته، اما محیط اسیدی رو باید کنارش قرار بدن، یعنی اگه همون گوشت رو وقتی که تو محیط قلیایی قرار میدن اون رو واقعا کاری نمیتونیم باش بکنیم، اما مثل نردبون دیگه دو تا پایه می‌بستن، همون گوشت رو باید یه بخش دیگه‌ش هم تو محیط اسیدی قرار بدن، مثل آب لیمو، مثل چیزهای دیگه‌ای که هست اتشیمی. و این دو تا رو بعد بیان با هم دیگه ترکیب بکنن، بله مقابل حتی خوردن، مقابل همه جور استفاده هست. خیلی متشکرم. آقای
آقای حاجی پور شما سوال داشتین بفرمایید، میکروفونتون بازه. عرض ادب و مجدد آقای دکتر. خواهش میکنم، حالتون خوبه؟ بفرمایید. خواهش میکنم، در مورد روش تولید گنس که مانوکوت داخل آبنمک قرار نگیره، من با راهنمایی های خانم محمدی با کویل مغرب گنس 32 خالص رو تولید کردیم. الان نتایجش هست، گنسش هم امتحان شد. این روشی که میتونه به پیروی صحبت های شما که از میدان های مغناطیسی استفاده بشه میتونه انجام بشه. کویل مغرب اصلا داخل آبنمک قرار نمیگیره. خواستم اینو توضیح بدم خدمتتون. خیلی متشکرم، مرسی. فکر کنم تصاویرش من دیدم که فرستاده بودین. آره تصاویرش، آره هستش، عکسش هستش. خیلی ممنون، مرسی. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم، تشکر از شما. آقای سامان، آقای سامان بفرمایید سوالتون. صدام میاد؟ بله صداتون میاد. خواستم راجع به سیستم آقای احمد که هم برای تولید گنس بود یه سری نظر به شما بگم. حالا بفرمایید. حالا آقا احمد اگه هستن، اون چیزی که من دیدم کرش مس بود، اون چهار تا حلقه دورش خود مثل نانوکود بود، یعنی اونجا فقط گنس مس درست میشد. حالا به نظر من تو همچین سیستمی ما نمیتونیم انواع گنس رو که میخوایم درست کنیم، چون که اینا رو هم خیلی تاثیر دارن و بیشمار گنس درست میشه. این از این دو، اولا نیازی نیست که ما این همه هزینه کنیم برای تولید گنس، چون که این پروسه که نشون دادن خیلی هزینه بره و اگه واقعا شاید نیاز به چند ده یا چند صد میلیارد پول نیاز باشه که ما اینا رو درست کنیم. ولی الان روش های بهتری هستن که گنس قوی تری درست کنیم. حالا ما از گرافن و خود گنس میتونیم گنس به دست بیاریم که با میدان هست، ما میتونیم وسته های درست کنیم که حتی دیگه ما فلز هم میتونیم حذف کنیم، از پودر نانوکوت میتونیم استفاده کنیم و همون گنس که ما اینجا هم گنس قوی تری داریم و گنس زیادتری میتونیم تولید کنیم. به نظر من این خیلی هزینه بره ما، چون که اون گنس خالصی که میخوایم ما در واقع میخوایم این فیلدش خالص باشه دیگه، یعنی ما در واقع فیلد گنس رو نیاز داریم، پس ما باید اینو مجزا مجزا، ما هر نوع گنسی که میخوایم باید یه حوزه‌شو به صورت حرفه‌ای درست کنیم، حالا بدون دخالت مثلا فلز با همون گرافن یا پودر نانوکوت و خود همون گنس، و این هزینه خیلی پایین داره. یعنی شما میتونید در یک سالن بزرگ میتونید چندین بخش رو قرار بدین و با فاصله زیادی حتی اینا فیلداشون تداخل نکنه روی هم، و شما مثلا امکان داره یک گنس رو بخواید با عنوان مثال با مثلا فیلد مثلا 10، ولی شما اگه این نزدیک باشه به مثلا گنس سی اشتریتون امکان داره اینا تاثیر بذارن دو درجه بیاد پایین، یا مثلا رنگش عوض شه، اصلا یه چیزی وجود بیاد اون چیزی که ما میخوایم وجود نیاد. ما میتونیم اینو قشنگ هدفمند ارزون توی یک سالن بزرگ، حالا میتونه قدشه باشه، میتونه حالت استخ باشه، میتونه حتی اینم نباشه، میتونه به صورت ارزون باکس های کوچیک کوچیک باشه، چون ما گنسی رو که درست میکنیم و آمینو اسیدش نیاز داریم. شما وقتی توی این سیستم الان نشون دارید آقا احمد، شما توی این سیستم روزانه تولید میشه یه آمینو اسید اشاره بهش چیز نکنید، برداشت چی میشه؟ کجا میره؟ درود بر شما، من میتونم صحبت آره. کنم؟ آره یه لحظه من اینو چیز کنم. آره پس ما این آمینو اسید کجا میره؟ شما اگه همون ظرفای کوچیک ولی به صورت زیاد، یعنی شما یه ظرف داشته باشین به صورت من مثلا چند هزار باکس کوچیک، شما این هم آبشو دارین، ما هم آبشو نیاز داریم، گنسشو نیاز داریم، از همه مهمتر ما آمینو اسیدشو نیاز داریم. بعد اون میکسری هم که شما اینجا تعبیه کردین، خانم بوجاران اشاره کردن، هر میکسر برای یه گنس کار میکنه، یعنی شما وقتی که گنسی رو میکس کردین گنس بعدی رو نمیتونین توش میکس کنین، اینا فیلدا
تداخل میکنه و این همه هزینه‌ای که ما اینجا انجام دادیم هدر میره. به نظر من بهترین راه اینه که ما یک سالن بزرگ درست کنیم. همین الان این چیز فکر کنم اینجوری دارم استفاده میکنم. ما اصلا تکنولوژی برای چیه؟ علم برای راحتی بشر دیگه. یعنی ما اگه بخوایم بیایم یه سیستمی رو برای خودمون سخت کنیم که اینکه نمیشه، ما باید به سمت سهولت بریم. حالا ما اگه تولید دیگه تو زیادم بخوایم انجام بدیم، باید یک توله بزرگ تهیه کنیم. از فاکس های ارزون بلد رو هم میتونیم حذف کنیم، از گرافن یا هم پودر نونوکوت و گنس مورد نظر. یعنی از گنس، حالا یا با گنس یا گنس با پودر نونوکوت، میتونیم بهترین و قوی ترین گنس ها رو ایجاد کنیم. و ما میتونیم به جای همین سیستم شیربرقی و تخلیه و اینا، اصلا اینا رو حذف کنیم، همه رو خود همون باکس رو ارزون قیمت رو ورداریم ببریم یه باکس نو دیگه بذاریم جای. اینجوری خیلی هزینه میاد پایین و هر کس میتونه با هزینه های اندک گنس های زیاد و قوی درست کنه. مثلا حالا به عنوان مثلا یادم میاد ناسا چند سال پیش خیلی هزینه کرده بود برای اینکه مثلا تو ماه میرن مثلا تو حالا جاذبه نیست اونجا یا کمه برای یادداشت، یک هزینه زیادی کرده بودن یه خودکاری درست کنن که مثلا اونجا کار کنه. ولی مثلا روسیه از مداد استفاده کرده، مثلا مداد نیاز به جاذبه نداره تا جوهر اینا. پس ما اگه بخوایم بیشتر فکر کنیم، میتونیم راههای خیلی ارزان‌تر، دم دست‌تر و با کیفیت بالاتر هم می‌تونیم این گنسا رو درست کنیم. حتی میتونیم فلز هم حذف کنیم. همین که گفتم، حالا این اطلاعاتی بود که من داشتم، حالا امیدوارم مورد قبول شما باشه. خیلی ممنون. من میتونم جناب دکتر یه صحبتی بکنم در مورد نظریات که عالی هم بودن؟ ببینید، اولا که اون کره یک استرکچر فلزیه که اصلا بازه، اصلا مس نیست توپه، فقط این یه رنگی بود که کانسپت دیده بشه. این واسم توضیح بدم، شاید من باید توضیح میدادم که دو اینکه هیچ کدوم از اون بدنه ها، اونها یه شاستیه که فقط این به قول معروف دستگاه رو نگهداری میکنه. دو اینکه شما فرمودید من در مورد فواصل صحبت کردم. اتفاقا نظر من این بود که من این به قول معروف کانسپت ها رو بذارم که دوستان همین جوری در مورد همین چیزا صحبت کنن و مسیرهای جدیدتر و درستتر و حرفه‌ای‌تر. و اولین هدف من همین بود، چون همه جا تو دنیا الان دارن از این تعریف تولید میکنن، همه کسایی که حالا غیر از بنیاد که خیلی پیشرفته تر از این صحبت هست که ما داریم انجام میدیم. ولی اگر که نمیدونم دو سه ماه پیش توجه کرده باشید، من اولین گنسم با میدان مغناطیسی تولید کردم، یعنی اصلا سمت نانوکود نرفتم. ولی از اونجایی که این سیستم فوق العاده سیستم خیلی خاص و هوشمندیه و خیلی سخته و خیلی باید روش پردازش بشه، همینجوری آروم آروم دارم روش کار میکنم. حالا دلیل این بود که من اگر این تر رو اینجوری به صورت کانسپت، اولش هم گفتم به صورت یه کانسپت دارم ارائه میدم، این بود که همین صحبت ها پیش بیاد، دوستانی که دانایی بیشتر دارن رو هم بذارن، شاید این سیستم برگرده به همون روش جدیده، چون اینا باید آپدیت بشن دیگه. مثلا ما همه دارن الان از طریق نانوکوت کردن و رکتورشون اینا، هیچ کس تو خونه الان از طریق، همه دوستانی که الان دارن تولید میکنن فکر نکنم از طریق میدان مغناطیسی یا هر چیز دیگه فعلا در حال حاضر به نتیجه خوبی رسیده باشن. خود منم که استارت زدم تو بخش میدانهای مغناطیسی، انقدر فضاها رو هم دیگه، میدانها رو هم دیگه تاثیر میذارن که باید چند وقت بگذره تا این رفتارهای پلاسمایی و تو فضای خودمون یاد بگیریم. خیلی ممنونم از این حرف شما. یه چیز دیگه که من میخواستم بگم این که تو تمام میکسرها، تو تمام بخشها یک سیستم شستشویی هست که اگه توجه کرده باشید هی فیدبک میشد. اونجا هم شاید من کم توضیح دادم، ولی عرایز شما هم کاملا عالی بود و من فکر میکنم که همین که دوستان قبلی هم که فرمودن که روش های جدیدتری هم هست میتونه بر اون اساس بره. بعد ممنونم از اینکه انقدر توجه کردید، بازم لطف کردید جناب دکتر که اجازه دادید من دوباره صحبت کنم. خیلی متشکرم. صدای من میاد؟ بله صداتون رو میگیریم جان. آقا احمد، داخل این پوسته ها که کشیدیم داخلشون
فلزه یا به حالا من داخل اوناست دیگه، نانوکوت ها و فلزات داخل هموناست ولی با فواصلی بالای 1.5 متر، مثلا 1.5 متر 2 متر از هم دیگه. این یکم تراکم با تراکمه. البته بازم میگم این یک کانسپته، ببینید این یک کانسپته، فقط در مورد ایده دکتر کشه که فرمودن تو اون ورکشاپشون که شما میتونید این ظرفا رو کنار هم بچینید و نوعای مختلفی رو از گنس رو تولید کنید. بله بازم ممنون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. همچنین ممنون از لطفتون. خب اگه امری نداری جمع دکتر منم من همینم. خانم محمدی صدا میگیرین؟ بله بفرمایید. فکر کنم ما رسیدیم دیگه به آخر بحث امروزمون. البته من اون 284 رو نتونستم ارائه بدم. دیدم خب سوالا و صحبتایی که میکنیم در جهت خوبیه و یه مقدارش هم 284 رو داره صحبت میکنه و 283 هم که هفته پیش داشتیم. فکر کنم اگر درست بگم آقای کش هفته دیگه نه ولی هفته بعدش ایشون میان برای سوالای که هستش. بله در خدمتتون هستیم. پس فرصت خوبیه که ما سوالایی که داریم خب سوالای سخت سخت رو میتونیم از ایشون بپرسیم و سوالای راحت رو بذاریم برای من. البته واقعا جلسه خیلی خوب بود. واقعا ممنونم از شما و تمام دوستان عزیزی که اومدن توضیحات واقعا مفیدی رو دادن و من اینجا به همه بگم که احساس کردم که اولین دانشگاه پلاسما در ایران دیگه شروع شده و واقعا به همه تبریک میگم. ممنونیم از همه. خیلی متشکرم. البته من یه آرزوی کردم روز اول که درس دادم، گفتم من نمیخوام در واقع سطح دانش نمیخوام من باشم خب، و آرزو کردم که بقیه دانشپژوها بیان و اونا ارائه بدن و من اینجا بشینم و لذت ببرم از گفتگوها و ارائه آنها و آقای امیری و آقای آشیل و آقای رضا و اسمای بقیرم اگر آقای ام اس که اینجا هستن و خیلی همه که اومدن واقعا سوالای خوبی رو آوردن، موضوع خوبی رو باز کردن و واقعا من از این امروز خیلی لذت بردم و آرزو میکردم که کاش که آقای کش اینجا بودن و اینو میدیدن و میشنیدن که ما در واقع دانش پلاسما رو چقدر خیلی غنی، خیلی واقعا ریچ امروز داریم باز میکنیم و من همچین چیزی رو حتی توی قسمت‌های ورکشاپ های دیگه هم ندیدم و واقعا اصلا این کلاس ها رو ما باید بذاریم به عنوان خصوصی و مردم رو فکر کنم باید شارژ بکنیم براش. دقیقا. عالی بود. واقعا عالی بود. بسیار بسیار ممنون از همه شما عزیزان تا الان وقت گذاشتین. دوست داریم بیشتر از اینا در خدمت همه شما باشیم ولی خب قرار بوده که کلاسای ما یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که بیشتر از 3 ساعت طول نکشه، چون اینا رو بعداً باید ضبط شده بقیه بتونن ببینن که بتونن نهایت استفاده رو از این زمان ببرن. به هر حال از همه شما ممنونم. متشکرم آقای بوجهران. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. شرفتونم. پس شب همگی بخیر و تا مانده دوشنبه هفته دیگه بی صبرانه منتظرم که یک جلسه داشته باشیم با دانش شما لذت ببریم. تشکر اگین. شب همگی بخیر. شب شما بخیر. شب همگی بخیر. متشکرم.